اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که مشخص شده به عنوان رئیس جمهور علوی، از نامش مشخصه، یعنی اینکه معیارهایی که یک رئیس جمهور باید داشته باشه در یک حکومت علوی، حکومتی که مبناش مبنای ولایت امیرالمومنین و احکام اهل بیت خاص هست. قطعاً انتظاری که ما از یک چنین رئیس جمهوری داریم، از یک رئیس جمهور در یک کشور اروپایی، قطعا همچین چیزی نیست و نخواهیم داشت. منتها بند یک نگاه دیگری به این اتفاقات دارم، یعنی میگم که اگر ما دقت بکنیم میتونیم از تو دل همین انتخابها و انتخابات در واقع بحث تربیتی جامعه خودمون رو پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی با هر انتخابات عقل کل این جامعه پیشرفت بکنه، یعنی سطح درک سیاسی و شعور سیاسیشون بره بالاتر. به کجا بره؟ به چه سمتی بره؟ میخوایم بحث بکنیم. قبلا بارها گفتیم و عرض کردیم خدمت شما، خیلی مختصر عرض میکنم برای اینکه به عنوان مقدمه مجبورم بگم، خود امام و ولی خدا بودن شؤون مختلفی داره، یعنی یک سری فاکتورهایی رو شامل میشه. یکیش اینه که ولی معصوم و یا امام وقت و حجت وقت وساطت داره بر فیض بر کل عالم هستی، یعنی اگر خدا میخواد فیضی رو برسونه به واسطه امام میرسونه. آیا این فیض خدا میده؟ قطعا بله. شما آیه تو قرآن دیدید دیگه، خدا میفرماد که منم که جانو میگیرم، توی آیه دیگه میفرماد ملک الموتی که جانو میگیره، توی آیه دیگه میفرماد فرستادگان من، یعنی یه سری فرشته ها هستن، ملک الموت هم الزامن نیست، اسرائیل نیست، او جان میگیره. خب همه اینا در یک راستاست. طرف نگاه میکنه میگه یعنی ساختمانی کی ساخت؟ میگن صاحبش ساخته. بعد اگه این کی ساخت؟ میگه خب معمارش ساخته. میگن کی ساخت؟ میگه خب کارگرا ساختن. ها اینا با هم یکیه، فرق نمیکنه، در یک طوله. یعنی قطعا امام، پیامبر، فرشتگان بی اذن خدا هیچی نیستن، یعنی که شکی وجود نداره که. منتها اینا واسطن، خداوند میخواد واسطه فیضش بر عالم هستی حجتش باشه. ما داریم میگه سوره صاد آیه 39، خدا به پیامبرش میفرماد هاذا عطا اونا فمنن او امسک به غیر حساب. میگه این عطا ما، میخوای ببخش میخوای نبخش، ریش و قیچی دست خودته. خیلی جالبه، میگه دستت بازه تو بخشیدن. یعنی چه شما امامو قبول داشته باشی چه قبول نداشته باشی، او واسطه فیض الهی هست. چه شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه که نمیخوام کامتون رو تلخ بکنم که اون جسارت رو میکنه، چه بفهمه چه نفهمه، واسطه ی فیض بر عالم هستی حسین ابن علی علیه السلامه، در این شکی وجود نداره. اصلا روزی او رو براش نوشتن به واسطه اینکه پرونده شب قدر رفته پیش نزد چی؟ امام زمانش. یعنی خیلی عجیبه ها، روزیشو ببین، اون منباب رحمانیت دیگه. دقت کنید تو قرآن خیلی عجیب اشاره شده به اینکه حجت خدا بودن منباب رحمانیت خداست. ما فکر میکنیم امامت منباب رحیمیت فقط، نه. ببینید هارون چی میگه؟ میگه و تبعونی، تبعیت کنی و اطیع و امری. خب این ربکم الرحمن، چرا نمیگه این ربکم الرحیم؟ میخواد بگه رحمت عام خدا از طریق منه، بیایید سمت من. الان موسی نیست، حجت خدا منم بر شما. اصلا خدا این که یک نفر نفس میکشه، یک گیاهی رشد میکنه، یک حیوانی جنبنده می جنبه، به واسطه فیض و حیاتی است که به واسطه امام میده، امام وقت، حجت وقت. حالا میخواد اون پشه و آن پشیز بداند امام کیست یا نداند. عین اینه که بگیم تمام گیاهان روی زمین به واسطه نور خورشید رشد میکنن، حال آن گیاه بداند نقش رو خورشید تو رشدش چیه یا چی؟ نداند. در گذشته دور این جامعه شناسا میگن مردان از نقش خودشون در تولید مثل خبر نداشتن، به خاطر همین جامعه های کهن و قدیمی زن سالار بود. چرا؟ چون فکر میکردند که چی؟ فقط زن در تولید مثل نقش داره. چرا؟ چون بچه از زن زاده میشد. اما مرد در آن نقش بگید دارد، خواه او بچه بدونه و همه جامعه بدونن، خواه ندونن.
دستش آقا وقتی خدا تو سوره صاد عرض کردم آیه 39 میفرماد که هر جوری دلت میخواد برخورد کن، تو چه دست خودته، میخوای ببخش میخوای نبخش، میخوای منت بذار میخوای منت نذار، منتها خدا میدونه به کی اینو بگه. کسی که غیر رویه خدا اصلا عمل نمیکنه. روایت براتون بخونم از برادران اهل سنتمون، ستارگان امان برای اهل آسمان میباشند، پس هرگاه از مستدرکان علی صحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 450 دقت کنید، حاکم نیشابوری اومد صحیح بخاری و صحیح مسلم دیگه صحیح‌ترین کتابای اهل سنت رو مستدرک نوشت، گفت آقا مبنای رجالی توی آقای بخاری برای بیرون کشیدن این حدیث چی بوده؟ خب مبنای آیه مسلم چی بوده؟ اینا رو بررسی کرد، گفت بر همون مبنا این حدیث هم باید می‌نوشتن تو صحیح خودشون. میگه دیگه، میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا، این یه حدیث صحیح بر شرط شیخین، یعنی هر دوتا مسلم و بخاری، اما بیرون نیاوردن. حالا چرا اونا این کار نکردن؟ بخشش حالا ندیدن، بخشش هم متاسفانه این بود که واقعا دوست نداشتن اون چیزایی که مناقب اهل بیت بود ذکر کنن. اما بر مبنای اون نوع پژوهش تو باید این حدیث هم صحیحه، چرا نیاوردی؟ اصلا شما به این بعضی از الفاظ خاصه. الان بین وهابی تا میگه شیخ الاسلام، منظور ابن تیمیه است. ما توی شیعه تا میگیم شیخ، منظور فرد خاصیه. اهل سنت وقتی میگن حاکم، یعنی این حکومت میکرد بر حدیث، یعنی اینقدر تسلط داشت. وقتی میگن حاکم یعنی حاکم نیشابور، یعنی صاحب مستدرک. او این حدیث رو میاره، ستارگان امان بر آی اهل آسمان میباشند، پس هرگاه ستارگان از بین بروند در آسمان آنچه که وعده داده شده است پدید میآیند و من امان برای اصحابم هستم. پیامبر میفرما پس هرگاه که از دنیا بروم برای اصحابم آنچه که وعده داده شده است پیش میآید و اهل بیت من امان برای امت من میباشند، پس هرگاه که اهل بیتم بروند برای امتم آنچه وعده داده شده است پیش میآید. یعنی حضرت رسول میفرماد اهل بیت من مایه اینه که اصلا کره زمین نابود نمیشه. اگر علی نباشه لساخت الارض و اهلها، زمین میبلعه. اینو من نمیگم که، نه یک کتاب شیعه میوردم این چیزی. حالا تو چه میخواهی قدر علی را بدان چه ندانی، او همچین جایگاهی دارد، خورشید داره میتابه، طرف جلو چشش رو گرفته میگه شبه، و دیگه مشکل توه نه مشکل خورشید. مورد بعدی، ولی معصوم و حجت خدا یه کار دیگه هم میکنه روی زمین، علاوه بر اینکه آبل امان الهیه و واسطه فیضه، وسیله هدایت مردمه. انما انت منذر ولکل قوم هاد، سوره رعد آیه 7 میگه تو فقط بیم دهنده، انما انت منذر ولکل قوم هاد، و برای هر گروهی هدایت کننده هست. میگه تو انذارتو بکن. وقتی این آیه شریف نازل شد، رسول خدا، باز از روی حدیث بخونم از اهل سنت، رسول خدا دست خود را بر سینه خود گذاشت و فرمود من همان انذار کننده هستم، من بیم دهنده هستم، و اشاره کردند با دست مبارکشان به شانه علی علیه السلام و فرمودند تو هدایت کننده ای و به واسطه تو هدایت یافتگان هدایت میشوند، ولی کل قوم هاد، یعنی تو ای علی، تو حالا میخوای هدایت علی رو بپذیر میخوای نپذیر، خودت ضرر میکنی. و دنیا خیر تو میگیرن، میگن چرا عامل هدایت رو فرستادیم شما قبول نکردی؟ استدلال چی بود برای اینکه نپذیرفتی؟ سر لج و لجبازی؟ از حذیفه روایت شده که میگه گفتند ای رسول خدا آیا جانشین تعیین نمی کنی؟ فرمود اگر علی را ولی و سرپرست قرار دهید، او را هدایت کننده و هدایت شونده میابید و شما را به راه راست و مستقیم هدایت میکند. جالبه در روایت های دیگه اهل سنت دارن که خیلی جالبه، میگن که عنایت داشته باشید، شما را هدایت میکنه اما تو جنمتون نمیبینم سراغ علی برید، شماهایی که من میبینم سراغ علی برو نیستید، خودتون از عامل هدایت سر میزنید. باز تو مستدرک جلد 3 صفحه 73 و 74 داریم که و اگر ولایت علی را بپذیرید، او را هدایت کننده و هدایت شونده خواهید یافت که شما را به راه مستقیم برپا میدارد. مورد بعدی مرجعیت علمی امامه. امام مرجع علمی مردمه، توی یه جا گیر بکنن، یه آیه ای رو نفهمن، یه مشکلی داشته باشن، او فقط میتونه بیاد
کوری بخونه بیاد بالا منبر بگه سلونی قبل ان تفقدونی، از هر چی عشقتونه بپرسید. کی همچین جیگری داره اینجوری به سوال بگه؟ از هر چی دلتون میخواد سوال بپرسید. آدم باید به دریای علم، به اقیانوس علم، به شهر علم وصل بشه، اینطور بگه. بله هستش دیگه، انا مدینه العلم و علیون بابها، که این تو موجم کبیر تبرانی جلد 11 صفحه 65، تو مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 137 سندش هست که انا مدینه العلم و علیون بابا، هر کی میخواد سراغ من پیامبر بیاد باید از درش رد بشه. اسناد دیگه خیلی زیاده، من فقط صرف نظر میکنم برم سراغ همین بحثی با موضوعیت ویژه. از این چه نتیجه میخوام بگیرم دقت کنید. از خود جناب عایشه نقل شده که علی اعلم الناس به سنه، علی داناترین مردم به سنت پیامبر بود. یعنی خود ما الان میگیم مثلا اهل سنت، یعنی سنت پیامبر رو میخواد، یعنی میگه اگر تو سنت واقعی رو میخواد بری سراغ کی؟ علی. مورد بعدی، امام و ولی معصوم مرجع حل اختلاف بعد پیامبره. تا موقعی پیامبر بوده هیچی، بعد از اون میگه اگه اختلافی پیشتون بینتون پیش اومد ببینید کجا باید بری، پیش امام. ما آیه داریم دیگه، سوره نساء فکر کنم 65 میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. پس به پروردگار از سوگند اینطور که منافقان پنداشتن نیست، ایمانشان واقعی نیست مگر وقتی که تو را در مشاجراتی که برایشان پیش میاد حکم قرار دهند و در دل خود از هر حکمی که راندی احساس آزردگی نکنند و حکم تو را بدون چون و چرا بپذیرند. و حکم پذیرش حکمت این سه تا شرط رو داره: یک، گفتیم بارها، فرد رو به عنوان حکم قبول بکنی; دو، حکم داد اجرا کنی; سه، ته دلت هم ناراحت نشی. یه موقع از حکم اجرا میکنه اما ته دلت داری هورلند میکنه، وسط غرغر میکنه، اینجوری میری. الان در دادگاه هر کی میاد بیرون، یکی خوشحال، یکی ناراحت، یکی پیروز پرونده است، یکی چی؟ بازنده دیگه. میگه نه خیر، اگر در مشاجراتی که بی پیش اومد بینتون رفتید سراغ پیامبر، هر چی گفت باید بگید من اشتباه میکردم، خدا منو ببخشه که حکمم با حکم پیامبر در تضاد بود. ته دلت هم ناراحت نشی. خب حالا صحبت اینجاست، اصلا طرف ولی معصوم به من حکم قبول کرد یا نکرد؟ یا وقتی حکم قبول کرد گفت من تو رو قبول دارم، حکم داد، حکمش هم اصلا اجرا کرد؟ یا نه اگر روزی حکمش هم اجرا کرد تعدیلش ناراحت نشده بود؟ باست مستدرک جلد 3 صفحه 132 میگه این حدیثی صحیح هست بر شرط شیخین که او آنها استخراج نکردن. انس بن مالک روایت کرده که پیامبر به علی فرمود تو بیان میکنی برای امت من در آنچه که اختلاف میکنن. یعنی بعد من برای فرار و برون رفته از اختلافات باید بری سراغ کی؟ علی. حالا نمیرید، او از شأن داوری علی کم بگید نمیکنه، او مشکل خودتونه. اینجا صحبت آروم آروم دارید بحث انتخابات رو درک میکنید. مردم تو انتخابات کی رو انتخاب کردن؟ یک، و چه کسی رو باید انتخاب میکردن؟ دو، آیا یعنی همین جریاناتی که ما امروز داریم هم میشه به همین چیزایی وابسته دونست؟ یعنی ما داریم توی انتخاباتمون اینجور چیزا رو تمرین میکنیم؟ بنده قائل هستم بله، اثبات میکنم. ببینید این هستم، قصد الغا بحثم که وجود نداره، عاقل و بالغید، بپذیرید واسید نپذیرید. مورد بعدی، حفظ شریعته. دین رو کی میتونه نگه داره؟ اگه دین رو بدن دست امثال من، فاتحه‌شو میخونم. دین رو بدن دست من و شما، فاتحه‌شو میخونیم. چرا؟ چون هر جاش باب میلمون نباشه. یکی از شهرهای آذربایجانه، من رفتم اونجا، یه خیابونی داره به اسم خیابون منولوم. یعنی من بمیرم، جون من، خیابون جون من، اینجوری فکر کن من بمیرم. برای چی؟ برای اینکه این شهردارش که میخواسته خیابونو بزنه، این یارو میمده میگفته من علوم ورما، از اینجا رد نشو، این خونه منه. خیابون میمده این بر، بعد میرسته اون یکی میگفته آقا جون من، یا یه شیتیلی بهش میداده، این میمده. یه خیابون اینجوریه، معروف به خیابون من بمیرم، جون من علوم. خب اگه دست ما باشه احکام دین همین کارو میکنیم دیگه باهاش.
یه جا میریم ای بابا اینجا نمیذاره ما این کارو بکنیم که. ببین تو حکم همین اومده، حکم شرعی. ببین معنی این کلمه نمیتونه چیز دیگه باشه. شروع میکنن ها، شروع میکنن. طرف یه بار توی مغازه بودیم، یه بالا شغل طرف هم نمیاد، اینقدر خوشگل نزول و توجیه کرد دلش رو باید میدیدید فقط. گفتم عجب جونوری تو، همه چی به کنار، عجب استدلالای، عجب مغالطه های عجیب غریبی تو آوردی. چی دو دو تا چهار تا میکرد که مثلا در بره از این لاما نزوله رو بگیره، یعنی پول نزول داده پول رو بگیره. نه فکر نکنید فقیر بود، نه ازش توپ توپ. خب دست من تو باشه که فاتحه رو میخونیم، کما اینکه شد دیگه ها. یه جاهای دین افتاد دست غیر معصوم، چیکار کردن؟ غیر اهل افتاد، نه که حالا الزاما معصوم باشه، آره اهل باشه. چیکار کردن آقا؟ فاتحه رو خوندن. کار به جای رسید که صحابه پیامبر در صحیح بخاری داریم بهش میگن خوش به حال تو، تو که از اهالی اهل بیعتی. خب بیعت شجره، میگه ای داد بیداد، شما چه میدونید که ما بعد از محمد جز نمازش هیچ چی نذاشتیم سالم بمونیم، فاتح همه چی خوندیم. خب این نکته است دیگه. حفظ شریعت دین با کیه؟ با امامه. پیامبر فرمودن در هر نسل از امت من اشخاص عادلی از اهل بیت من هستند که تحریف گمراهان و گزافگویی اشخاص باطل و تعویل افراد جاهل را از دین نفی میکنن. هیثمی در السوائق آورده جلد 2 صفحه 441، طبری در ذخایر العقبا آورده صفحه 17، قندوزی حنفی و همچنین ینابیع المودع جلد 2 صفحه 113 حدیث 318. اینا زیاده، من فقط دو سه تا مورد گفتم چون مورد بحثمون نیست. مورد آخری که متاسفانه، یعنی الان تا اینجا شما قبول نکن، بگو من قبول نرم حفظ شریعت دست فاتح خودتو خوندی، درسته دیگه، تو دین مدار نیستی. اما اینا یه خوردم اگه دقت بکنید میبینید این شؤون امام بعضش هست اصلا مردم قبول بکنن قبول نکنن هیچ فرقی بگید نمیکنه، اما بعضیش هست به قبول مردم چیه؟ وابسته است. تو همینا یه رگه هایی هست و تو حتی همین حفظ شریعت یه رگه هایی هست که مردم باید بپذیرن. اگر میخوان شریعت حفظ بشه باید حاکم دینی باشه. خب فاتحه دینو میزنه میخونه چی میشه آقا؟ اما تو آخری از همه خطرناک تره، که اون متاسفانه خدا کلید و تمام قد داد دستمون. یعنی شؤون امامت چه ما بخوایم چه نخوایم اون شؤون ازش گرفته نمیشه، اما این یکی میتونیم ازش بگیریم دست ما. این چه شأنی از امامتی که ما میتونیم ازش سلب کنیم بهش ندیم؟ بست عدالت. میگه یکی از شؤون امام اینه که میتونه عدالت رو در جامعه چیکار بکنه؟ ساری و جاری کنه، منتها به شرطی. خب این دو تا شرط داره، یک امام عادل باشه که هست، خب این که هست اصلا شرطش حل شده است، مشکلی نداریم. شرط دوم این چیه؟ میگه شماها شرایطی فراهم بکنید که او بتواند عدالت رو اجرا کنه. یعنی اون امام رو به عنوان حاکم بپذیرید. اینو متاسفانه مشکل جامعه اسلامی بود و اصلا امت اسلامی مشکلش همین الان هم اینه که اینو نفهمیده، اصلا امامت نفهمیده دیگه، علل خصوص این مطلبو نفهمیده که جز امام هیچ کس به صورت تمام و کمال نمیتواند عدالت را بگید برقرار. تمام و کمال میگم، ممکنه نزدیک بشی اما امکان نداره بتونی عدالت محض برقرار کنی. اصلا تاریخ عدالتی از علی ابن ابی طالب به خودش چشیده که تکرار نشدنیه، مگر در حکومت امام زمان که او هم یه علی ثانیه، فرقی نمیکنه، همشون یه نورن. یعنی ما حتی خودمون تو جمهوری اسلامی انتظار عدالتی که در زمان امیرالمومنین بوده رو چی؟ نداریم. ببین عزیزم 50 این میگه یه نفر رفته بود خواستگاری بعد گفت میخوام ازدواج کنم، گفت چی؟ گفت 50% ماجرا حله. خب الحمدلله 50% ماجرام شونه میزنید و اینا درست میشه. گفت نه این 50% که من راضیم راضی نیست، 50% من راضیم 50% راضی نیست. خب حالا حکایت این شده 50% اون طرف جوره، امام عادل حی حاضر وجود دارد، پس چرا به بوقو نمیپیونده؟ 50% اینور میلنگه. یعنی مردمی حاضر نیستند تن به حکومت ولی معصوم بدن. آقا یعنی چه؟ خب خدا وکیلی ما که هستیم، ما میخوایم امام زمان بیاد الان
فکر کنی مثلا حاکمون اون زمان باشه، حاکمون امیرالمومنین باشه، کی بدش میاد؟ میگیم عزیزم اولا این حرف تو یک چیه؟ بگید ادعاست، ثابتش. دو، بقیه مردم دنیا چه خبر؟ و امام تو که فقط نیستش که، او امام همه است. لاقل حداقل تو اینقدر توجیه که اسمشو میدونی، میدونی باباش کیه، مادرش کیه، که به دنیا اومده، شأنش یه خورده میدونی. اونای دیگه که اصلا تعطیله، 7 میلیون جمعیت کره زمین، خب باید چیکار کنی؟ باید آگاهشون کنی. اصلا یک کلام به شما بگم، من این دو شب میخوام بیام صحبت بکنم که مردم باید تربیت بشن تا برسن به امام زمان، و اگر تربیت نشوند هیچ حکومتی شکل نخواهد گرفت. سر خودتون رو درد نیارید، خودتونم علاف نکنید. بدون تربیت شدن حکومت ولی معصوم تشکیل نخواهد شد. باید جمعیت باشه، آدم باید برداری بیاری عزیزم. برید آدم بیاری، دعواه، بریم آدم باید بریم بیاریم، کسی که پا دعوا بتونه وایسته. چوب نمیتونه بزنه، کت که میتونه نگرداره. یارو میگه با این بنده خدا گفتیم دعوا شده بیا بریم، پرسپولیس استقلالی بودن واقعیه، یه بردی میشه دید دعوا جدی، گفت من تو دعوا نیستم. گفتم بیورزه، چوب که نمیتونی بزنی، کت که میتونی نگهداری. پرت کرد تو بغلش. نه کت نگهدارم بعضی ها نیستن، ادعا میکنن جانش آقا دعوایی بود ما زدیم اینجوری شد اونجوری شد فلان. و پاش که میفته همه در میرن. آقا امام حسین فرمودن دیگه، خیلی زیبا فرمودن، اصلا امام حسین علیه السلام شهید این ادعاه که بیا پات هستیم، درسته؟ شهید این ادعاه. و باید یک حسین ابن علی می آید تا مردم تربیت شوند که بی خود ادعا نکنند. خدا بفهماند که اگر بی خود ادعا بکنی و پای این جریان نایستی، نتیجهش پرپر شدن امام معصوم است. فلذا لازم نیست یک بار دیگر کربلا به وقوع بپیوندد. خدا دوست نداره حجتش اونجوری بشه. یک دونه حسین ابن علی برای اتمام حجت تو تمام تاریخ کافیه. بست عدالت یعنی این. گفتن یا حسین بیا عدالت را بست بده، میخواهیم با تو بیعت بکنیم. گندمزارهای من زرد شده است، نخلهای من سبز شده است. ها؟ از این حرفا پاشو بیا. گفت باشه. همین سلیمان سرد خزائی نوشت اگه نیای حق و ناس برگردنت یا حسین. اصلا جالب، آخر نامش نوشته بود العجل العجل العجل. خیلی جالب عجیبه، العجل 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 یا مولا یا حسین ابن علی. ها؟ یا مولا یا امام زمان. امام حسین امام زمان وقت خودش بوده دیگه. یا مولا یا امام زمان. خدا یک بار ببین عزیز من، جریانات امامت رو بدید بررسی بکنید، آقا رسول الله رو بررسی کنید، امیرالمومنین رو بررسی کنید، امام حسن رو بررسی کنید، شرایط تمامی این بزرگواران با هم متفاوته. وقتی شما آنالیز میکنی و بررسی میکنی میبینی از هر کدوم اینا باید یه درس بگیری، یه درس تربیتی بگیری که این حالا برای هر این 11 بزرگوار درس داره که گذاشتی کنار هم دیگه، 11 امام، که این اشتباهات رو تکرار نکنی برای 12. اگر درس گرفتی که درس گرفتی، خدا نعوذ بالله آزار نداره که بهت بنداش اذیت کنه. که کسی که درس نگرفته، کسی که درس نخونده از امتحان میترسه؟ کسی که فوله میگه 60 بار امتحان بگی، 50 تا امتحان بگی، آماله من نگرانی ندارم. اونی که نخونده ای به فکر تقلبه، با آخ تو رو خدا ننم مرده بود، بابام نمیدونم زایده بود، نمیدونم چی شده بود، هزار جور کلک و هزار جور داستان و هزار جور فیلم در میاره که نیاد پا جلسه امتحان. خدا میگه امتحان ازت میگیرم و تو حلقومت کشیده بشه، من بیرون میکشم این امتحان. تو چی فکر کردی؟ آیه قرآن رو خوندم براتون، ماجرای سامری رو بررسی کردم دیگه. اونجا میگه بابا کجایی و ما عجله، که چقدر عجله داری موسی؟ گفت اومدم زودتر به شوق دیدار. کجایی بابا؟ فتنه کرد سامری، فاتحه همه رو خوند، زد تو ذوق حضرت موسی، گفت برو گوساله پرست شد. بعد تو آیه دیگه چی میگه؟ میگه نا فتن نا، ما بودیم فتنه کردیم. یه بار میگه کی فتنه کرد؟
سامری دفعه بعد میگه کی بود فتنه کرد؟ میگه خود من خدا بودم. یعنی چی؟ یعنی من خدا تو فتنه این سامری نخاله برنامه امتحانی بود چیدم. اینا ادعا کردن یک تا پرستن با یه گوساله این ورانور شدن؟ همون بهتر بشن. اینا لیاقت حکومت ولی معصوم ندارن آقا. و ادعا کرده بودن که من و تو هم ادعا کردیم. فلذا من نگاهم به اتفاقاتی که تو کشور میفته علل خصوص معقوله مثل انتخابات اصلا این نیست که مثلا یه انتخاباتی توی فلان کشور تو مصر چی، نه تو جمهوری اسلامی این بحث فرق میکنه. تو جمهوری اسلامی شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. حالا صحبت میکنیم که ببینیم اصلا رأی دادن حق مردمه یا وظیفه مردمه. رأی دادن تو نظام جمهوری اسلامی حق مردم هست، بله، اما حق من میتونم ازش چی بگم؟ بگید بگذارم آقا این شام حق شماست، هر که هیئت داره میره بیرون یه شام اینجا بهتون نمیدن، خب شما مایدار بشن بهتون بدن، بعد بهتون یه بسته‌ای بدن، حالا مولودی، حالا انشالله بدن خدمت شما عرض بکنم که یه پکیجی بهتون میدن، طرف شما اینجوری میگه میگه این حق من نمیخوام، نخوام، میخوام بدم به داداشم، بده به داداشم، مثلا خواهم بزنم دور، بناس دور، حرفی نداری. اما وقتی وظیفت شد دیگه اونجا نمیتونی بگیم من میذارم دوش یکی دیگه. عزیزان اینو هنوز خیلی تو کشور ما نفهمیدن. انتخابات تو جمهوری اسلامی حق نیست الزاما، حق هم هست با، اما جنسش چیه؟ وظیفه است. یعنی خیر تو میگیرن. برای چی؟ برای اینکه ادعا کردی می‌خواست ادعا نکنه. خدایا خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت. همین الان مهدی داشت دعا می‌کرد اللهم عجل و الهی آمین. ادعا داری می‌کنی دیگه. اینجا تو باید تربیت بشی تو انتخابات. توی انتخاب کردنت باید تربیت بشی. آقا قطعا هیچ کدوم این آدم ها صد نیستن. هیچ کدوم. اگه صد بودن امام زمان میخواستیم چیکار؟ انگار مثلا امام زمان هم بیاری بذاری تو انتخابات، تو کاندیداها. میخندید. این اتفاق افتاده عزیز دل من. تو شورای شش نفره امام زمان آوردن گذاشتن تو انتخابات. گذشته بر تاریخ مردم، حافظه تاریخی مردم رو کوتاه کردن. توی انتخابات بوده امام زمان حتی به عنوان کاندیداتوری هم قبولش نکردن در صحیفه. اصلا نبود علی ابن ابی طالب، سرگرم کفن و دفن پیامبر بود. کجای جریانی؟ نهج البلاغه، نهج البلاغه صبحی ساله هم انتخاب کردم. یعنی تو انتخاب نهج البلاغه هم سعیم بر اینه که اهل سنت باشن. قسمت از خطبه دوم میگه احدی از این امت را با آل پیامبر مقایسه نتوان کرد. آنان که ریزخار خان نعمت آل پیامبرند با آنها برابر نخواهند بود. در مورد اهل بیت داریم یا امیرالمومنین. آنها اساس دینن و ارکان یقین. قلف کننده باید به سوی آنها بازگردد و عقب مانده باید به آنها ملحق شود. میگه اونی که قلف کرده میگه اینو خدا اشتباه میکنه، میگه برگرد. اونی که حقشون نپذیرفته عقب مونده است. و عقب موندن دیگه، میگه تو هم برسون خودتو جلو. ویژگی های ولایت و حکومت از آن آنهاست و وصیت پیامبر و وراثت او در میان آنان در میان آنان است. همکنون حق به اهلش برگشته. امیرالمومنین که اینو میخونه وقتی مردم میریزن باهاش بیعت میکنن، میگه بعد 25 سال تازه حق به اهلش برگشت. یعنی تا الان دست چی بود؟ بگید نااهلش بود و دوباره به جایی که از آنجا منتقل شده بود بازگردیده است. ابن ابوالحدید سنی معتزلیه. جالب این آدم یه جورای مدهوش امیرالمومنین هست. یعنی شخصیت امیرالمومنین گرفتش اما از یک سری تعصباتش نمیتونه بگذره. یه سری بحثا کرده تا جایی که الان این شبکه‌های وهابی میگن ابن ابوالحدید شیعه. یعنی جالب نکته بهتون بگم، اخیراً نزدیک 40-50 تا از علما و مورخین بزرگ شیعه شدن. یعنی طرف 1000 سال پیش مرده ها اما شیعه شده الان. چجوری؟ چون اینا میرن این چجوری ماسمالش کنیم سند رو؟ نه اینم شیعه بوده، مگه میشه یه نفر غیر شیعه این حرفو بزنه؟ به خدا از خندت میگیره. به ابن ابوالحدید دارم میگن شیعه.
سنی معتزله بوده. ببین چی میگه ابن عبدالحدید، برداشتش از این کلام امیرالمومنین چیه؟ میخواد ماسمالی کنه، اما یه چیزی میگه اون وسط، پربیراه هم نمیگه، دقت کن. میگه اینک حق به اهل، این که علی فرموده است اینک حق به اهلان بازگشته و رسیده است، اقتضای این سخن چنین است که حق پیش از آن در کسانی بوده که اهلان نبوده اند. میگه معنیش این میشه دیگه. اما ما این موضوع را به چیز دیگری غیر از آنچه شیعیان تعویل میکنن تعویل کرده میگوییم. میگه ما یه چیزی میگیم که حرفی که شیعیان میزنن نباشه، فهمی نشون میگه شیعی نیست. علی برای خلافت شایسته تر بوده است، قبول، ولی نه از لحاظ نس، بلکه از لحاظ افضلیت. میگه هیچ نسی وجود نداشت که علی، یعنی پیامبر نفرموده بود که حتما باید علی باشه بعد از من، بلکه به ذات توی کاندیداهایی که بودن یه از همه چی بود؟ افضل بود، فضلش بیشتر بود، برتر بود. ببین میگه نس نبود، پیامبر مشخص نکرده بود، نه توی اصلا پیغمبر هیچ کیو مشخص نکرد. اینو میگه هیچ پیامبر هیچ کیو مشخص نکرد، منتها تو کاندیداهایی که الان اومدن خودشون بالا، یعنی تو جامعه جز بزرگان و مردم انتظار دارن یکی از اینا بیاد خلیفه بشه، قطعا علی افضله. این باز خیلی خوبه همینو پذیرفته، چون ابن تیمیه میگه نه علی افضلم نبود. ابن تیمیه وهابی، بنیانگذار اصلا ریشه وهابی همین ابن تیمیه حرانیه. ولی نه از لحاظ نس، بلکه از لحاظ افضلیت، که او پس از پیامبر افضل افراد بشر و از همه مسلمانان برای خلافت سزاوارتر است. ولیکن خودش با توجه به مصلحتی که آن را میدانسته است و فهم صحیحی که خودش و مسلمانان داشته اند، که ممکن است به سبب حسادت و کینه اعراب نسبت به او اساس اسلام مضطرب و اختلاف نظر پیدا شود، این حق خود را ترک فرموده است. میگه علی خودش از کاندیداتوری چی شد بگید؟ خارج شد. برای چی؟ برای که جنگ نشه، دعوا نشه، اینا. یه جورایی یه چیزی رو داره میگه، اینو میفهمونه که مثل الامام که مثل کعبه، مثل امام مثل کعبه است، تو باید بری سمتش. نه اینکه کعبه نمیده الان مشهد بگی آقا بیا دورم طواف کنید الان دیر شده من سریع باید خودم برسونم نیشابور. نه عزیزم، یا همه جا پاشید بیاید اینجا توی فصل مشخصی دورم بگردید. امام تفاوتش با پیامبر اینه، نمیگه مثل نبی که مثل کعبه، مسئله پیامبر مسئله کعبه نیست، مسئله امام که مسئله کعبه. اصلا امام برای ناسه، برای همه مردمه. میگه اینی جاعلو که لناسه اماما، ای ابراهیم تو ما تو را برای تمام مردم آمن. میگه اینی جاعلو که لقومک، برای قومت، نه خیر، لناسه اماما، مقامی که تو 99 سالگی بهش رسید. پیغمبر اولوالعزم خلیل الله تا اینجا اومده هنو امام نشده بود. پیامبرم عرض کردیم دیگه امامه، آقا رسول الله امامتشو نفهمیدن. تا وحی تموم شده بود حرف میزد میگفتن یا رسول الله این حرف خودت یا حرف قرآنه؟ وحیه، یعنی تا پیامبر صحبت میفرمود فرمایش میفرمود میگفتن این حرف خودت یا وحیه؟ یعنی اگه وحیه که چاره ای نداری میپذیریم، اما اگه وحی نیست بگید ما هم حرف داریم. میگه مشورت بده بهشون تو هم، یعنی در نتیجه این مشورت ها چی بیاد بالا بگید؟ مردم بیان بالا. متوجه شدید؟ مگه نه پیامبر فکر از ایده کسی، مثلا پیامبر نمیدونه دردانه آفرینش خبر نداره، یه نفر اون پایین خبر داره، میگه برو مشورت بکن با اینا که شاید از ایده هایی که چون بینید، یعنی چی اصلا آیه و شاور هم فلعم، یعنی تربیتشون کن، یعنی بازیشون بده تو حکومت، یاد بگیرن چی کار باید بکنن. پیامبر میفرمود خب الان میخوایم جنگ بکنیم چیکار بکنیم؟ خب صاف برید پیش پیامبر دیگه، یا رسول الله هرچی تو بگی. بازیشون میداد برای چی؟ برای اینکه تربیت بشن. دعوا سر همینه، اینا تربیت بشن که بتونن چیکار بکنن؟ درست انتخاب بکنن. همش همینه عزیز دل من. حالا ما عکسش شدیم، باید انتخاب بکنیم که تو این مسیر تربیت بشیم که به اون اصلیه برسیم. این قوم ادعا کرده، این قوم اگر بی تربیت باشه به امام زمان نمیرسه، باید تو این مسیر تربیت بشه. مشروعیت امام خدا میده، یعنی شرعی کی مشخص میکنه؟ خدا. اما برای اینکه این امام بتونه حکومت تشکیل بده سراغ یه چی باید بره؟ یه چیز دیگه هم باید داشته بشه به از مشروعیت. چی؟
مقبولیت، مردم قبولش داشته باشن. آقا امیرالمومنین اصلا ببین نگاه کن، میگه یه جامعه درست میشه اگه یه حاکم عالی داشته باشه، درسته؟ و چی؟ یه مردم عالی. اینا کنار هم قرار بگیرن چه شبد، هر چی او میگه اینام اجرا میکنن، مثل بولدزر جامعه پیش میره، درسته؟ تا الان تو دنیا چی بوده؟ حاکم عالی بوده، پیغمبرها و چی؟ اماما. مردم پاکار درست حسابی بگید نبودن. امام خمینی چی میگو؟ میگو مردمی که من دارم پیغمبر نداشته. راست میگفت. امام خمینی میگفت مردمی، امتی که من دارم تو جمهوری اسلامی پیغمبر رسول الله نداشت. راست میگفت. سوره جمعه رو بخونید. پیغمبر داشت خطبه به خدا وکیلی الان من نخاله درب داغون دارم این بالا سخنرانی میکنم، یا این نصف جمعیت پاشم برم به بر میخوره. شما بر میگید چه آدمای بی ادبی. درسته؟ پیامبر رسول الله تو نماز جمعه که باید حواست باشه به خطبه، بین نماز رو حواس، پیامبر داشت خطبه میفرمود، یه کاروانی از شام اومد، آی بیاید فلان آوردم و همان آوردم و این دوره گردو. خوده ببین خودت مفسری نقم کنم، میگن فقط 12 نفر یا 8 نفر پا پیغمبر موندن، همه پا شدن رفت. ای پاشو بریم بابا. خب اینا میتونن انتخاب علی بکنن ها؟ پس فهمیدید مشکل چی بوده؟ شما بعضی موقع با خودت میگی، میگی اگر من اون موقع میبودم. بعضی موقع یکی این دانشجو میگه من خودم با اسلحه تکتیراندازم بعضا تصور میکنم، برای من میگفت، میگفتم اینو میزدم اونو میزدم حکومت برسه به آقا علی، میگفتم میرسه حکومت به آقات علی، 25 سال بعدم رسید حکومت به آقات علی، چی شد؟ آقا این اگر این امام حسین میرسید کوفه تموم بودا، میرسید کوفه امام حسین تازه امام حسن میشد. کجای کاری فکر قبول، اصلا امام حسین میرسید کوفه، مردم کوفه هم قبولش میکردن. چون که من میگم اگر من حتی اعتقاد به این دارم امام حسین میومد تو کوفه، مردم کوفه باش بیعت میکردن. کما اینکه ابن زیاد وقتی داشت میومد به سمت کوفه لباس سبز به تن کرد، چهره پوشوند، فکر کردن بنی هاشمیان، فکر کردن امام حسینه، همه ریختن به استقبالش. بعد چهرهش رو برداشتن ابن زیاده، گو همه اینا رو شناسایی کنید. خیلی حفخت به جونه بر. خب من میگم اگه امام حسین میومد قبول باش بیعت میکردن، تازه یه حکومت نوپای شکل میگرفت دیگه. مگه امام حسن از اول تو کوفه نبود؟ ها؟ مگه ادعای باش بیعت نکردن؟ آقا اصلا حکومت هم تشکیل میداد، همه هم باش بیعت میکردن، تازه میشد کی؟ بگید حضرت علی. مگه با حضرت علی بیعت نکردن؟ مگه باش 3 تا جنگ نجنگیدن؟ پس مشکل فهمیدی چی بود؟ مردم برای انتخاباشون تربیت نشده بودن. به خدا از ما هنو امتحان نگرفتن عزیز دل من. آقا امتحان اقتصادی گرفتن، بله، مردم پای نظام اسلامی تو شرایط بحران‌های اقتصادی هم می‌ایستید. آری می‌ایستیم. 8 سال جنگ و آزمون جهاد هم پس دادیم علاوه بر اقتصادی. ما پای کسی وایستادیم که قوم موسی وای نایستادن. ما رفتیم خرمشهر رو آزاد کردیم که حضرت موسی گفت یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. برید این سرزمین مقدس رو بگیرید. گفتن نمیریم، برو بابا. فصب انتو برای خود تو خودت برید. اما ما رفتیم خرمشهر رو آزاد کردیم. تازه ولی معصوم به ما نگفت. کی به ما گفت؟ ولی فقیه به ما گفت. تازه خرمشهر هم سرزمین مقدس نبود، یه جا بود مثل بقیه جای ایران. برای همین امام میگه امت من برترن. اما آزمون آیا هنوز پس دادیم؟ آزمون سختی بود. امیرالمومنین گفت اون صفای قرآن بالا نیزه بود، گفت به اونا شمشیر بزنید. خدا وکیلی این آزمونا دادیم؟ یه عده فرض بکن، میخوای پیچیدش بکنم تا بفهمید چی بشه؟ برای شما اینجوری بگیم، الان در جوار آقا علی ابن مسرزا این فاصله نداریم تا حرم، اینجا مهدی است. فرض بر این بذار یه عده آدم دعوایی بشه، شورشی بشه، فلان، برن تو حرم قایم بشن. خب بعد فتوا از بالا واسط بیاد با توپ بزنید به حرم. اون اتفاقی که اون موقع افتاده بود اینجوری بود، یک جامعه ای که براش جا افتاده بود، حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. امیرالمومنین گفت شمشیر بزنید به این قرآن، قرآن ناطق من.
چقدر زیبا در آیات هارون این رو خدا گفته، گفت آیا نمی بینن لا یکلمهم، آیا نمی بینن گوساله سامری چی نداره؟ بگید کلام نداره. و اینور علی میگه من کلام دارم و من ناطقم. الان میگیم ما میگیم به خدا باشی سخته، یعنی تو اونجا فرض کن ببینی صفحه قرآن یارو گرفته دست میتونی بزنی؟ من میگم ما هنوز جامعمون از امتحانه هنوز پس نداده. آقا برای چی باید پس بده؟ برای اینکه ادعا کردی. آه یه چیزا اصلا غلط کردم ادعا کردم میتونم پس بگیرم؟ یکی خبوت خیلی داغون شد اینا. خدا میگه نه خیلی شرمندت هم میتونی پس بگیری. باور کن فبه ما نقضه هم میساقه هم و لعنه هم و جعلنا قلوب هم قاسیه. میگه عهد بستی بشکنی بابا تو در میره. مردم دنیا علاف تو که نیستن که. وقتی تو میگی من میام برنامه با تو میبندم. یا خب پیش برو ببینم حکومت تشکیل بدم تا کجا میری؟ تا چقدر میتونی آزمون پس بدی؟ بعد من نمیتونم. نشد که. اینه که با دو نفر بیام مثلا قرارداد با هم ببندن اینجوری کنم. بگن ببین عزیز من بیا با هم شراکت بکنی. بعد شما یه هزینه میذاری برای فسخ بگید. قرارداد این نظری سنگ رو سنگ بند نمیشه که. این عزیزم این فسخ قرارداد هزینه داره، هزینه داره. هزینه‌اش چیه؟ لعن الهی شدن. عهدی که با کی بستی؟ ما با خدا یادمون نمیاد عهد بسته باشیم. قرآن میگه با خدا عهد میبندید. آیه بیعت رو بخونید. میگه ای پیامبر، براتون حالا خودم میخونم پیش میاد. میگه اونایی که با تو بیعت کردند، با من الله بیعت کردند. ید الله فوق ایدیهم. دست من و خدا بالا دستاشون بود نمیدیدن. نه که خدا دست داشته باشه. یعنی قشنگ میخواد ترسیم بکنه با این تشبیه. ماجرا اینجاست عزیز دل من. چقدر آماده این برای این جریان؟ اصلا میدونید چیه این که ولی یه معصوم میاد مشورت میده که این مردم آماده بشوند که بتوانن خودشان آرام آرام آن 50% دیگر جامعه عمل شود. حکومت مهدی موعود زمانی شکل میگیرد که آن 50% هم آماده شدند. 50% امام معصوم حله. عزیزم این 50% اگه آماده نباشه از علی بهتر میتونه حاکم گیر بیاره رو کره زمین؟ بسم الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. ای میشناسید معرفی کنید. از پیامبر و علی ابن ابی طالب شما حاکم بهتر میشناسید تو کره زمین معرفی بکنید. نیست. اما میبینی امیرالمومنین حکومتش پا بر جا نمیمونه. برای چی؟ برای اینکه 50% ماجرا اینور خرابه. اون حکومت چه شکل میگیره؟ خدا میگه من مسخره شما که نیستم. حجت من مسخره شما که نیست. هی گفتید اشتباه کردیم یه دونه دیگه از اونا بفرست، از اون حاکم خوبا که هیچ ایرادی نداره یه دونه دیگه بفرست، قول میدم دیگه این غلطو نکنم. می 11 تا رو فرستادم زدید کشتی. بنی اسرائیل هم همین بودن دیگه. هی میفرستاد چیکار میکنن؟ میگفتن بفرست. وقتی میفرستاد کاش نمیکشتن لااقل، کاش مثلا میذاشتم جو بچرخ واسه خودش زدن میکشتن. امام حسین به عبدالله ابن عمر به پسر خلیفه دوم چی میگه وقتی داره جدا میشه ازش؟ یه نکته ای رو بهش گوش زد میکنه، میخواد بگه شما هم همین کارو خواهید کرد شما جامعه اسلامی. میگه بدان که بنی اسرائیل صبحگاه یک صبحگاه تا شامگاه 70 پیامبر خود را سر بریدند و به سادگی رفتن چی؟ در مغازه‌شون رو دادن بالا، کرکرا دادن بالا، انگار. خدا گفت من مسخره شما. چیو ازشون گرفت؟ آخرین پیامبر بنی اسرائیل. آخرین پیامبر بنی اسرائیل کی بود؟ عیسی رو ازشون گرفت. گو هر ما آدم شد به تو پس. این همین که برای بنی اسماعیل اتفاق افتاد. ماها هی خدا 11 تا فرستاد میزن بیشکن میزنیم میکشیم. خب اون بلایی که سر ابا عبدالله آمد شرایطش فراهم نشد، مگه نه سر امام هادی هم میآوردن. سر امام اصلا نشد که عده‌ای نامه بدن که امام پاشه که بره که کربلایی بخواد شکل بگیره. قبلتر از این ماجراهاست عزیز دل من. چقدر آماده شدیم؟ چقدر جامعه اسلامی خودمون رو آماده میبینیم؟ خدا گفت عیبی نداره. ما گفتیم با امام 12 امیر میخواییم، قول میدیم. خدا میگه از کجا بدونم تو راست میگی مثل بقیه نیستی؟ حرف حساب نیست؟ نه کجا معلوم تو راست میگی؟ اونا میگفتن بفرست. تو داری حرف میزنی. اون کوفیا نوشتن مکتوب کردن مهرم کردن، تو کجا مهر امضا کردی؟ میگه سندی که کوفیا فرستادن محضری بود.
تو که حرف میزنی. ما میگم العجل العجل، سلیمان سرد نوشت العجل العجل. چیکار کردن؟ از کجا بدونم تو راست میگی؟ حق داره خدا آزمایش کنه قومه یا نه؟ ببینی که آیا خدا نمیداند راست میگی؟ خدا میدونه. برای چه آزمایش میکنه؟ که من توجیه بشم. پس برای اونجا چرت و پرت اضافه نگم. حجتو بر من تموم کنه. دیدی نمیتونستی. آقا معلم، من خودم دانشگاه درس میدم دیگه. باور کنی بیاد نمره دانشجو رو همینجوری بذارم فوقش یکی دو نمره این برام بگم. من میدونم یه سر کلاسش معلوم یارو تو همش خوابه. امتحانش هم معلومه خودش چی بود. اما برای چه امتحان میگیرم؟ برای اینکه او خودش بفهمه. خودش توجیه بشه. خودش بفهمه برای چی افتاد، برای چی مشروط شد. بره درس بخونه، بفهمه کجا برای چی برای امتحان آماده نشده بود، یللی تللی کرده بود. جایی که باید تربیت میشد خواب بود آقا. خواب بود. حواسش به شکم و زیر شکم بود. این آدم تربیت نشده بود برای جامعه. خیلی زیبا قرآن وقتی ماجرای قارون، حالا با این سیستمای مالی و فردا میگم. امشب میخوام انتخابات رو بگم، فردا بگم اون کسی که حالا میخواد انتخاب بشه چه ویژه. امروز دارم خودمونو میگم. از خودمون شروع کردم به کسی بر نخوره. فردا باید بگم اونی که تو قد و قوار خودش دیده اومده توی جامعه اسلامی خودش رو در معرض مقبولیت عمومی گذاشته، یعنی ادعا میکنه من مشروعم. فهمید چی شد؟ یعنی ادعا میکنه من مشروعیتم اثبات شده. تویی که چون این ادعایی کردی، آیا این شاخصه ها رو من نمیگم 20 شو داشته باشی، 17 و 15 و 16 شو داری؟ این شاخصه ها چیه؟ فردا میگم. یه بخشش بخش مالیه. پس تفاوت انتخابات توی این جامعه اسلامی با جامعه دیگه تو اینه. توی اونجا دقت کنید عزیز من، مردم رأی میدهند، قبول میکنند، مقبولیتی را تأیید میکنند که مطابق میلشان باشد. درسته؟ مثلا طرف میاد میگه من میخوام رأی بدم به یه رئیس جمهوری که بخواد سیاستهای انبساطی در اقتصاد پیش بگیرد. اگر این رئیس جمهور سیاستهای انقباضی پیش بگیرد، همین مردم موتورشو میارن بگید پایین. اما در جمهوری اسلامی یه تفاوت داره. میدونید چیه؟ مردم میان کسی رو انتخاب بکنن که دین تایید کرده باشه و ممکنه اون فردا، همین فرد یه حرفی خلاف میله بگید همین مردم بزنه. اینجا دیگه اینجوری نیستش موتورشو بخوام باید بکشم پایین. نه خیر، باید این مردم بیان خودشونو محک بزنن، بگن خواسته ما ناحق بود. آه از فردا ملت بیان بگن آقا بیا مشروب آزاد کن. ها این خواسته باطله، این خواسته ناحقه. مردم بخوان هم رئیس جمهور انجامم نده که نبایدم انجام بده، اگر انجام بده فاتحش خونده است. خب اگر انجام نده هم این مردم خواستشون باطله. تفاوت، یکی از تفاوتاش حداقل اینجاست. پس عزیز دل من، ما تو یک جامعه اسلامی تفاوتون با اون غربی‌ها تو اینه که ما آروم آروم باید تربیت بشیم. و نگاه کن ولی یک جامعه تربیت مردم جامعه رو به دست گرفت. من یه مثال برای شما میزنم. امیرالمومنین جز کاندیداهایی بود که تو ذهن مردم بود. میدونین چی؟ یعنی بالاخره 4-5 نفر از صحابه بزرگا مونده بودن. طلحه بود، زبیر بود، علی بود، اینا. ها؟ تو ذهن مردم رفتن سراغ کی؟ علی ابن ابی طالب. تفاوت اهل سنت و شیعه تو اینه. اهل سنت میگن مردم هر کیو انتخاب بکنن هم بهش مقبولیت میدن، هم بهش بگی چی میدن؟ مشروعیت. نه، شیعه اینو قبول نداره. شیعه میگه مشروعیت از بالاست، مشروعیت رو دین میده. شاید مردم یه روز اشتباه انتخاب کنن. مردم شده تو جمهوری اسلامی اشتباه کنن؟ ها بگید آره یا نه. بله شده. شده؟ یکیش بنی صدره. خیلی جالبه وقتی بنی صدر اینجوری مشکل دار درمد، امام خمینی چی گفت؟ والله به خدا من بنی صدر رأی نداده بودم. منتج امام ای تو رأی ندادی اون موقع میگفتی؟ نباید بگه، اشتباه نکنید، نباید بگه. آقا یعنی چی نباید بگه؟ که پکه مردم تربیت بشن. ببین عزیز من، حرف ولی در جامعه اسلامی این نیستش که اشتباه نکنید. اصلا این نیست. اصلا یکی بگه اصلا حق اشتباه ندارید، حرف بیخودیه. حرف ولی در جامعه اسلامی این است: اشتباه کردید از اشتباهتون بگید.
درس بگیرید. این اون تفاوته. رفتن سراغ امیرالمومنین گفتن یا علی قرآن علم کردن جمع کن. گفت مگه به من رأی ندادید؟ ها؟ مگه منو حاکم بر جان و مال و ناموستون نکردید؟ بله. یه سوال، سراغ علی ابن ابی طالب رفتن، خوب گوش کنید، به عنوان امام رفتن سراغش به نظر شما مردم اون موقع؟ نه، به عنوان خلیفه رفتن. یعنی عین همون طور که ابوبکر و عمر و عثمان انتخاب کردن، امیرالمومنین هم انتخاب کردن. براشون نگاهشون اینجوری بود. منتها انتخاب امیرالمومنین دیگه دموکراتیک ترین انتخاب امیرالمومنین بود، چون کل مردم ریختن. اما در مورد سه خلیفه قبلی اینطوری نبود. تو سقیفه چند نفر توی دعوایی که کسی هم قبول نداشت، سعد بن عباده دندش شکست، انتخاب شد خلیفه دوم رو خلیفه اول خودش گذاشت، گفت من میگم این. خلیفه سوم توی شورای 6 نفره که بعضیا حق اضافه داشتن، یعنی رأی برابر هم نداشتن، هر چی عبدالرحمن ابن عوف بگه. من وقت باشه شورای 6 نفره براتون آنالیز بکنم، امکان نداشت تو شورای 6 نفره علی ابن ابی طالب بیاد، امکان نداشت به خدا قسم. خود امیرالمومنین میگه دیگه، میگه این داماد اون بود، اون شوهر خواهر این بود، این نا نسبت فامیلی رو همه رو میریزه بیرون، میگه اینا فک فامیلاشون اونجا چیده بودن. منتها ببین مردم گول خو نه دیگه، ببین خودشون نشستن تو خوابش. امیرالمومنین ریختن گفتن یا علی جمع کن، قرآن رفته سر از نیزه، ان الحکم الا لله، حرف حساب دارن میزنن، ببینیم خدا چی میگه. امیرالمومنین فرمود که بابا من بهتون میگم برید. گفتن چی شمشیر؟ تو چی فرض کردی خودت علی؟ قرآن شمشیر بزنیم؟ اوه چی شما نمیفهم. گفت خب حکم تعیین کن، برن با هم دیگه بشینن بحث کنن، هر چی حکم این به نتیجه رسن. حضرت فرمود مالکش در اینا قبول نده، فلان قبول نمی. سه تا حضرت، سه تا چهار نفر آدم تعیین میکنه، هیچ کدوم قبول نمیکنه. بعد چی میگن؟ ابوالحسن اشعری. ببین انتخاب تو رو خدا از این درس بگیرا، سر من و تو هم ممکنه بیاد. فکر نکن من تو تافته جدا بافتیم از کره ماه اومدیم و اینا خونمون رنگین تره. نه خیر، برعکس ادعایی که ما کردیم ادعای بزرگتریه. ما حکومت سخت‌ترین و بهترین حکومت رو خواستیم، حکومت آقا صاحب الزمان، بهترین حکومتی که یک معصوم روی زمین تا الان تشکیل داده. من و تو هم میگیره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، شک نکن. این آزمون‌ها باید گرفته بشه. امیرالمومنین گفت ببین چی؟ امیرالمومنین گفت باشه، یعنی تن داد به انتخابات مردم. رفتن اونجا، اون جونور گفت من همینطور انگشتم رو در میارم، انگشترم در میارم، ما علی را عزم میکنم، معاویه را عزم میکنم. ابو موسی گفت امر آس به ابو موسی گفته بود که ببین نه علی نه معاویه، داماد خودت. اونم رو این حساب رسید به امر آس. امر آس گفت من همینطور که علی رو در میارم، اما من معاویه رو در نمیارم، سر جاش باشه. ابو موسی گفت نامردی کردی، زدی زیرش، بازی به هم ریخت. بعد اومدن همینا، همینایی که به حضرت علی گفت بودن اینو باید حکم بذاره، مردی که خلو چلو، خب اومدن به حضرت علی، فکر کردی چی گفتن؟ من باید توبه کنم. حضرت علی گفت از چی توبه کنم؟ گفت ما باید توبه کنیم. از چی شما؟ از اینکه به حرف ما گوش دادی باید توبه کنی. تو چجور حاکمی هستی به حرف ما گوش دادی؟ خجالت نمی‌کشی؟ یعنی هزار رحمت به برره یا به خدا، یعنی نمیفهمید چی جونه برایی بینن، آدم گیر میکنه. باید اعلام پشیمانی کنی از انتخابت. حضرت فرمود بابا من کسی رو تایید کردم که شما انتخاب کردید، من اعلام پشیمانی کنم؟ نه، تو هم قبول کردی، تو هم باید اعلام پشیمانی کنی. حضرت گفت والا بلا من امان ابتدا هم به ابو موسی اشعری رای بگیر نادم، شما انتخابش کردید، شما گولشو خوردید، خوب جلوتون ادا در آورد، تربیت نشده بودید، آدم نمیشناختید. حضرت میخواست چی بهشون بفهمونه؟ از این به بعد درس بگیرید برای دفعه‌های بعد. به حرف من بگید گوش کنید دیگه، بهت میگم شمشیر بزن بزن. مالک میگه 10 ضربه بیشتر نمونده بود تا فتح خیمه معاویه، 10 تا ضربه شمشیر، یعنی تموم بودا، یعنی این نطفه بنی امیه رو برمیچید، اصلا تاریخ عوض میشد خدا شهاده. 10 ضربه شمشیر جیگر آدم رو میسوزونه. نشد که بشه. برای چی؟ برای اینکه مردم توجیه نبودن. بعد حضرت علی گفت
توبه از چی بکنم؟ از کدوم اشتباه؟ گفتن بعد جالب میگفتن بعد حضرت امیر رو نگاه کن چی میگه؟ حضرت امیر میگه من قول دادم پذیرفتم حکمیت، حکمیت باید کارش انجام بده، من اهل عهدم. اخلاق رو نگاه کن تو رو خودت. گفتن نه. بعد میدونی چی شدن دیگه اینا؟ یه دیشون اومدن بیرون گفتن نه علی رو باید بکشی، نه تو به درد لیاقت حکومت یا علی نداری، حاکم باید زورگو باشه، بزن تو سر مردم. الان دیدی خوششون میاد ملت به خدا این گرایشات هست. من میگم تا روزی که تو جامعه ما مردم از دو تا چی تعریف میکنن، یعنی به اون بالندگی نرسیدن، یکی پیکان یکی رضاخان. واقعا طرف هنو با پیکان چی داشت اینجوری ازش تعریف میکنی؟ پیکان عجب ماشینی میدونه. رضاخان یارو کرد تو تنور و اشتباه کرد تو تنور، به چه جرمی یارو انداخته تو آتیش سوزونده؟ بر من چیکار کرده؟ کدوم دادگاه اینو چی؟ کجا این عدالته؟ نه من حال نکردم، کردش زیر تو تنور. چیکارش نشوش بچه داره یاد میگیره. حرف امام حسین این بود، هی لاف زدن، نه ما میتونیم، نه ما میتونیم، نه. میدونی امام حسین اول جواب ناماشون نمیداد، بعد باز هم آقا ابا عبدالله یه دونه بگید یه نفر فرستاد بره یه محک اینا رو بزنه. کیو فرستاد؟ مسلمو فرستاد. بعد گول زدن امام حسین رو بیشرفا، یعنی فرستاده ولی معصوم که اومد گفتن که نه خیالت راحت، مسلم هم نامه فرستاد 18000 نفر اینجا پاکارن آقا بیا. نامه که فرستاده شد مسلم برگشت دید دو نفر پشت سرشون بودن تو نماز، یعنی اصلا گویا آدم مرض داشته، اصلا می‌خواسته امامو به کشتن بده. آیا امام خبر نداره که چی شده؟ هم قطعا میدونه، اما باید بیاد، بیاد تا مردم چی بشن؟ تربیت بشن، بفهمن اگر لاف بی خود زدید سر امامتون روی نی میره، همه تون هم وای میستید نگاه میکنید، همه تون هم وای میستید نگاه میکنید، همه تون. بعدش چی میشه؟ بعدش میریزید گریه میکنید، ای داد بیداد ما نمیدونستیم، جنبش توابین را میندازید و فلان. اینا دیگه به در نمیخوره. شما فاسق شدید، فاسق شدید، امام معصوم رو به قربانگاه کشیدید، فلذا امام بعدی بحث تربیت چی دوباره شروع میکنه؟ بگی دینی رو شروع میکنه، میگه یاد بگیر چجوری استغفار کنی، تو فاسقی، تو گناهکاری، یاد بگی چجوری عشق بریزی بگی خدای غلط کردم. اصلا هر ولی معصوم اگر میگید خودش نمیتونه حکومت تشکیل بده، یک نقشه گفتیم هدایتی داشت دیگه، تربیتی بر عهده میگرفت، میگفت لااقل تربیت بکنم بعد از من اگر حسن ابن علی هستم نمیتوانم حکومت تشکیل بدهم، بعد از من مردم یاد بگیرم این بلا را که سر من آوردن سر حسین بگید نیاورند. امام حسن باید به این مردم نفهم اثبات میکرد که معاویه آدم نخاله‌ایه. اومد یه سری شروط گذاشت، گفت بعد از خودت خلیفه تعیین بگید نکن. معاویه بعد از خودش خلیفه تعیین کرد. امام حسن گفت باید اینقدر پول بدی ماهانه، تو قرارداد صلح امام حسن اینقدر باید پول بدی به من. امام اصلا امامتشو که نفروخته بگی در مقابل پول حقمو بیا بگیر، اصلا حقه مگه دست امام حسنه؟ دست خداست داده بهش، اونطوری نیست، خدا داده بهش. جریان چیه؟ ببین چی داره پول میگیره که خرج کارهای تربیتی بکنه که اینا را بیفتن، کاری که بعد از 30 سال ما هنوز شروع نکردیم تو کشورمون. ما این درخواستمون از یک نفر که میخواد بیاد سکان اجرایی کشور رو به دست بگیره اینه. مردم ما هرچی دارن از خانواده هاشون رو منبر رو دارن، از مدرسه ندارن، تو مدرسه دو تا چهار تا یاد گرفتن، تو مدرسه یاد گرفتن سینوس زاویه 30 درجه چیه، اینو یاد گرفتن. تو مدرسه کسی بهش یاد نداده آدم باشه، تو مدرسه کسی بهش یاد نداده اخلاق داشته باشه. عزیز دل من سیستم آموزش اسلامی نیستش که تو بیا یه دونه کتاب معارف بذاری داده دینی و اینا، نه خیر، کتاب ریاضی هم باید دینی باشه، معلم ریاضی هم باید درس اخلاق بده. ما الان تازه بعد 33-34 سال فهمیدیم که چی؟ نه بابا باید بشینیم از مهد کودک پرورش بدیم. الان مهد کودک های ما دست کیه؟
یکی از این بچه آشنا تعریف میکنم، گفت رفتیم خونه یکی از اقواممون، قرآن گذاشتن چی ببخشید، صدا اذان از تلویزیون پخش شد، خورد به اذان ظهر بود، مغرب بود، نمیشه. میگه این بچه‌شون کوچیک بود، 4 5 ساله بود، میگفت مثل روانی ها شروع کرد کلاشو تکون دادن، داد زدن. او اصلا رفتارش این بچه حرکتش مثل روانی ها بود، داد سرش هم تکون میداد. بعد میگفتم چی شده، گفت هیچی، باباش بحث تربیتی قرآن داشته بودش، بچه را از 2 سالگی متکایی که قرآن پخش میکرده گذاشته زیر کلش، شبا صبحم ناف بچه رو بسته به بقره، بعد از ظهر آل عمران، شبم فلان. بچه میگفت صدای شبی قرآن میومد، داد میزد، عربده میکنه، منو نجات هم بدید. این یکی، اون یکی باز مهد کودک زده دایره تنبک میزنن، خرس نرو میرقصونه. خب بچه کوچیکی فقط تو برقص، فکر میکن تربیت الان همینه دیگه. نگاه کن شما الان عمو پورنگ نگاه کنید، تربیت نه همینه، ایران ایران، اردکه تک تک، جفتکه، نمیدونم چی چیه اینا میزنن و اونم خوشه بچه. اصلا شما نگاه بچه ها رو ویبرن اونجا نگاه کنید، اون بغلا میشینن اینا، با اخیرا که با باباهاشون میارنشون، بابا هم خوشن میزنن. داستان اینه، تربیت رو باید شروع بکنیم. شادی خوبه برای بچه، نه اینجوری نه اونجوری. ما یکی از این آشناهامون هست، بچه کوچیک و صبح نماز بیدار میکرد میبرش مسجد به زور، اینو میکشی رو زمین ها. خداش گفته 14 سالش باید بشه، خدا گفته، این 4 سالگی بچه میکشید میبرد. آقا نمیدونی چی شد، کارش این بود که سر نماز که نگرش ولش میکرد، بابا که نمیدونست نگرش داره که، تمام مسجد رو با آتیش میکشید. این نواره از مهر میذارن، میگرفت میکشیدی مهر را میگرفتن، ای الله اکبر الله اکبر، همه توی سجده دنبال مهر میگردن. بعدها هم که بزرگتر شد، بچه رو فرستاد به زور پشت تریبون تکبیر بگه، یک افتضاحی بار گذاشت پشت تریبون که اینو دیگه نمیتونم بگم، واسه من نمیتونم بگم. ببین چی گفت بچه، خب یه چیزی گفت دیگه، بابا گفت تو مسجد نیا. بچه 4 ساله رو این تربیت نیستش که، تو داری از یه چیز شیرین اون بچه میزنی، خب چه چیز شیرین تر بهش میدی؟ من نمیگم اگه میتونی یه چیز شیرین تر بدی، خود بچه سیخونکی پا میشه. بابک ما یه رفیقی داشتیم زمان دانشجویی، این مردک تا 10 صبح میخوابید، حداقل تا 10 صبح، بعد 60 تا لغت بهش میزدی پاشه. خب این یه بار با نامزدش قرار داشت، 4 صبح بلند شده بود، میچرخید مثل جغد چشاش، بعد بگی کپه مرگ تو بذار، تو مگه 8 صبح قراره 4 بلند شده چه خبره؟ به شیرین تر، اون شیرین تر بود. آره این بچه چه چیز شیرین تری داره میگه خواب بیدارش میکنه؟ نمیفهم اصلا بحث تربیتی یعنی چی. الان تازه فهمیدیم مردم باید بچه با تربیت بشه، دینو بشناسه. به خدا من انتقاد دارم به سیستم آموزشیمون، همین که من اینکه انتقاد دارم، راه حلم دارم تو قد و قواره خودمون. تو دانشگاه صنعتی قم 28 تا ایراد وارد کردم، هر زمان که میگفتم 28 تا راهکارم گفتم. نظر من نمیگم تمام راهکارام درسته، اما انصافا یه دونش که شاید درسته. خب بعد یه جا شروع کنیم یا نه؟ تربیتی مردم اگه درست کرد جمهوری اسلامی همه چیش حله، باور کن میشه بهشت. مملکت ما هیچ چی کم نداره، همه دنبال نیروی کارن اضافه داریم، همه جا دنیا دنبال نفتن اونجا اضافه داریم، همه دنبال منابع اونجا اضافه داریم، دنبال پولن ما اینجا اضافه داریم. میدونید دیگه خیلی از بودجه ها نمیتونن جذب کنن، یعنی پوله هست نمیتونه تعریف کنه، طرحی بنویسه که بودجه رو جذب کنه. پس چی نداریم؟ مدیر تربیت شده کم داریم، مدیر تربیت شده کم داریم، باید درست بکنیم. امام حسین اومد همینو بفهمونه که شماها نمیتونید، امامای بعدی اومدن همینو بگن شماها آماده بشید، امام حسن اومد برای امام حسین داشت کار میکرد، امام حسن برای امام حسین کار کرد، از بعد امام حسین همه اماما کار کردن برای آقا صاحب الزمان. شما میبینی امام صادق میگه سید من و مولای من که دوری تو خواب را از چشمان من رو بوده است، به امام زمان میگه. امام میدونه دیگه، میگه با این مردم من که نمیتونم حکومت تشکیل بدم، من باید کار بکنم، قال الصادق قال الباقر را شکل بگیره، امام کاظمی بیاد، امام رضایی بیاد. امام رضا اومد با ماجرای ولیعهدی فهموند این مردم اگه شما پاکار نباشید به اسم ما میان حکومت ازتون قصد میکنن. بفهمید تمام این درس های تربیتی توی تاریخ اهل بیت دادن، منتها بچه کجا میخواد اینا رو یاد بگیره؟
تلویزیون براش گفته. گیر دادیم به این پیغمبر جهودا. به خدا همه پیغمبر جهودا رو داریم فیلماشونو می‌سازیم. حالا پیغمبر ما هم هستن و پیغمبر بنی اسرائیل ها. اما خب زندگی نامه امامان ما به نظر شما اولویت نداره؟ اصلا عجیبه متاسفانه این بحث. بیا زندگی نامه امام جواد رو بسازید، زندگی نامه امام هادی رو بسازید، زندگی نامه امام هست. چند تا فیلم برای امام زمان درست کرد؟ بسم الله بگید چند تا فیلم به اندازه انگشته یه دست میشه فیلمی که برای امام زمان ساختید تو کشوری که ادعای اینو داره که ما امام زمانی هستیم؟ خب چرا نمیسازیم؟ خب برای اینکه نیرو تربیت نکردیم. فیلمساز تربیت بگید نکردیم. اصلا فیلم امام رضا و امام حسن ما رو کی میسازه؟ آقای فخیم زاده که فیلم اکشن میساخته. بازم خدا پدرشو بیامرزه ها، خدا پدر همونو بیامرزه که بعد همینو ساخت. از من ناتاشا درست کرده؟ مگه به این سادگی و این حرفاست؟ خب نیرو تربیت. آقا پس فهمیدید چی شد؟ باید نیرو تربیت بکنیم، باید تربیت بشیم. آقا از کجاها شروع کنیم؟ مدرسه‌مون باید نیرو تربیت کنه، معلممون باید نیرو تربیت بکنه، صف نونواییمون باید نیرو تربیت کنه، راننده تاکسیمون باید نیرو تربیت کنه. یعنی هممون باید نیرو تربیت کنیم به اندازه قد و قواره خودمون، به اندازه قد و قواره خودمون. که از این بچه‌ها هست تو تهران رفت آمد داره دفتر ما، این یه رفیق زرتشتی داره. بعد میگفت تو بازار اینا بد جوری گیر کرده بود، پول بهش نزولی میخواستن بدن و فلان، اونم که نزول موزول سرش نمیشد اون زرتشتیه. میگفتش که ندارم بدم. میگه من پولو بهش قرض دادم، گفتم دوباره برگرد. میگفت وقتی برگردم گفت چرا این کارو کردی تو مثل بقیه تو این اوضاع بد مالی که داره ارزش ریال سقوط میکنه؟ قرض دادن ضرره دیگه ظاهرا دنیاییش. میگه فقط گفتم دینم بهم گفته بود و من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. دینم گفته بود قرض بدم پولم نگیره. باریک شد. این داره تربیت میکنه. ببین تو اندازه خودش. معجورم هستا. حضرت موسی گفت خدایا ما اون دنیا با کی هم رتبه ایم؟ خدا یه چیز نشون شد یه قصابه رو گفت. چوپونی بود قصابه بود. گفت این. گفت این. گفت آره. گفت تو قصابیش قصابی رو تموم کرده. این تمام لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بیشتر از وسعت که ازت نمیخوایم. هر چی بیشتر بدونی بیشتر باید عمل بکنی. هر کسی باید دانسته هاش باید عمل بکنه. ما هم دانسته هامون کمه یا زیاده؟ خیلی زیاده، خیلی زیاده. عمل نمیکنه. اصلا همین که طرف تربیت بشه که دانستهاشو عمل بکنه مهمترین بحث تربیتیه. اصلا گفتم دیگه حضرت آدم علامه بود و علم الانسان ما لم یعلم و علم الادم اسماء کلها. علامه بود اما باید تربیت هم بگید میشد. فلذا میگه فتلقا آدم من رب بهی کلمات. میگه رب اومد وسط دیگه، باید تربیت بکنه. از اصلا باید تربیت بشه، باید بریم به این سمت. این تربیت فردی این، اما این میشه تربیت اجتماعی. مردم ما باید به مرحله ای برسن در نتیجه جنگ، در نتیجه تحریم اقتصادی، در نتیجه انتخابات، در نتیجه چه میدانم مسابقه ورزشیشان با آن کشور و تمام این اتفاقاتی که یک جامعه پیش میبره، باید به مرحله ای برسند که عقل جمعی جامعه رشد پیدا بکنه. یعنی اکثر، من نمیگم هر فردا ممکنه یکی سقوط کنه، در کل نمودار جامعه به سمت چی بره؟ به سمت تعالی بره. این جامعه برای مهدی آماده میشه. مردم ما باید به مرحله ای برسند که تایید صلاحیت، هیچ فرقی بین تایید صلاحیت شرعی شورای نگهبان و حتی اگر اونها رد تایید صلاحیت هم بگید نشند، با تایید مقبولیت مردم تفاوتی بگید نداشته باشه. شما میبینید بعضی موقعها شورای نگهبان تایید نکرده، رهبر یک جامعه میاد خودش اون فرد رو با حکم حکومتی چیکار میکنه؟ تایید میکنه که بفهمونه من میدانم مردم چطور قرار است رأی بدهند. متوجه شو چی شو؟ من میدونم. وهمی در کسی به وجود نیاد. من میدونم این آدم بیادم رأی میاره یا رأی نمیاره. من میدونم. امیرالمومنین میخواست مردمشو تربیت کنه.
مردم باید به مرحله‌ای برسند که در انتخاب‌هایشان، یکیش انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و هر چیزی، که من خودم رو انتخابات مجلس از ریاست جمهوری مهمتر میدونم، من خودم به شخصه انتخابات مجلس رو مهمتر میدونم. متاسفانه اینطور تو نگاه مردم نیست که اهمیت اون خیلی بیشتر. مجلس میتونه خیر رئیس جمهور رو بگیره که اجازه تکون نخوره رئیس جمهور. بودجهشو این تصویب میکنه، وزیرشو میتونه استیضاح کنه، میتونه رأی عدم کفایت سیاسی بده. یعنی اصلا تو رئیس جمهور نیستی، مردم بیخود کردن به تو رأی دادن، برو خونت. مجلس این قانونها در این اختیارات مجلس داره. شما میبینید وقتی این بحث به وجود میاد، یا میبینی شما دیگه تضادی به وجود میاد، یه موقع رئیس جمهور میره توی مجلس میگه آقا من رأیم از تک تک شماها بیشتره. یعنی دعوا سر اینه که چه کسی مقبول تر است تو جامعه. این مقبولیت زمانی میتونه منشأ اثر و انتخاب باشه که قطعا اون انتخاب مردم صحیح بوده باشه. این مردم باید بفهم، مردم باید بفهمن وقتی دارن رأی میدن سوره توبه 24 که این همه من روش تأکید دارم رعایت بکنن. گفتم دیگه اگه میخوای بدونی مؤمنی یا فاسقی، بسم الله همین الان آزمونش. چند بارم تو برگزار کردم، همه هم کله نخوام پایین. نه شما نمیندازید پایین، کله رو میگیرید بالا انشالله. خدا میگه، من که نمیگم، توبه 24 تو چه سوره ای هم آورده، میگه قول بگو اینا ان اگر کان آباؤک، اگه باباهاتون، باباهامون یعنی چی؟ بابامون دیگه. میگه اگه باباتون چی؟ میخواد بگه براتون مهمتر از یه چیزی هن. ببین عربا بهشون گفتن ایمان بیارید، میگفتن آبا اون الجا اولون، بابامون بت میپرستن ما هم بت میپرستیم. همین الان مبنای دین تو خیلی از اکثریت دنیا همینه دیگه. طرف مسیحی به دنیا میاد، بچه هم چیه؟ مسیحی. سنی سنی، شیعه است شیعه است، انگار بابا است، بابا انتخاب میکنه. این چقدر تحقیق کرده؟ هیچ. ممکنه شانسی تو یکی اینا درست بیفته ها، چون پیامبر فرمود بعد از من امتم 73 دسته میشن، هم شیعه آورده هم سنی. اصلا تن آدم میلرزه که یکیشون فقط بهشتیه. یا خدا. پس یک 73 چی دارد؟ امکان دارد که شما شانسی بر حق باشی. منتها میدونی اون شانسی بر حق بودنم زیاد؟ اون دنیا میگن از کجا آوردی؟ میگه بابام گرفتم. میبر بابا تو بیا. میگه قول امکان آبا کن، اگه باباهاتون، اون گذشتتونو، اون تعصباتتونو، و ابنا کن و پسراتون، بچه هاتون، اینا رو. مگه بچه هم میشه؟ برای عزیزم کد بد میده، یوم لا ینفع مالم ولا بنون. میگه اون روزی که نه مال به دردت میخوره نه بچه. یعنی ببین اینی که قرآن تاکید میکنه یعنی هستا، یعنی یه مرحله شما میرسی که تو همین دنیا افراد میآیند مثل زبیر، که حضرت امیر فرمود این زبیر اگه قاطی کرد از ما اهل بیت نشد مثل سلمان، سلمان از ما اهل بیت شد. حتی نشع ابنه المشموم عبدالله، گفت تا این بچه شومش عبدالله، همین عبدالله ابن زبیر که تو مختار نامه نشون میده، گفت این بزرگ شد اینو جهنمی کرد. یعنی بچه میتونه بابا رو جهنمی کنه. بابا حواست جمع باشه. قرآن میگه من که نمیگم به من چرا ربطی داره، هفت دل برو به خدا بزن. خود انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، داشاتون تو جامعه عربی چقدر اینها اون موقع جا داشت، هنوزم داره، تو غیر عربیش هم داره، و داداشاتون و ازواجکم و همسراتون. و طرف صبح تا شب سرش تو همینجور چیزاست، از اسلام فقط ازدواج و مجرد و متعه و اینجور چیزا رو فهمیده. یکی از این بچه ها بود زنگ زد گفت من میخوام مسیحیشم. گفتم خب به درک میخوام از اون بروی شده یکی جور کنم. من چرا زنگ زده این میخواد بشی؟ مثلا زنگ زده اعلام کنی منم در جریان باشم چیکار کنم؟ گفت یعنی برم مسیحیشم. گفتم ببین تو زنگ زدی درد دل کنی، بعد داری برای منم ناز میکنی، حرفت بنال ببین به قول امروزی، خب حرفت بزن ببین چی میگی. گفت ماما، گفتم خب برای چی میخوای بزنی؟ گفت از شر بابا. گفتم چی شد؟ گفت رفته سر مادرم زنگ گرفته. گفتم خب چی شد حالا جریان چیه؟ گفت هیچی، تا بهش حرف میزنی چرا این کار کرد، آخه دلیلشو برام بگو. اسلام گفته تا 4 تا میتونم بگیرم فلان دو تاشه. چه مرتی که رفته صاف تو اسلام، همونی که اونجا که به نفعش رو زده بیرون کشیده، حالا اسلام 60 تا چیز دیگه هم میگیره، 1000 تا چیز دیگه هم میگه. اونا رو نه، اسلام خمس بده، زکات بده، نمیتونی عدالت برقرار کنی بین تو دو تا همسر، اینا رو هم گفته اسلام. ها این چی شده؟ نه همین چیش به نفع من اینا. بله حفظ شریعت با کیه؟ یعنی دین بدی دست اینا بیچاره میکنن. بنده خودت هم نگاه کن یه برخورد ناصحی دیگه میخوام برم. بعد برای چی گشته بود دیده تو مسیحیت یه دونه زن طرف میتونه بگیره؟ گفته بعد من همین حرفا مسیحی میشم.
بعد من شدم اینجوری نیست فلان. چندین مرتبه خدا شاهد این آدم دفتر ما اومد، تلفنی زنگ زد، چندین تلفن زنگ میزد، یک ساعت و نیم دو ساعت من گوشم عرق میکرد. به خود همین کسایی که تلفن ما رو شلوت میکنن شاهده. چی بگم دیگه، شاهد دیدم برم اینا شاهدن. خب والا زنگ زد به خود من گوش داد میزدم سرش فلان، این گوشم عرق میکرد دیگه. طرف اینو دیگه از واجکم اگه زنتون و اینا و عشیرتکم فک فامیلاتون و نژادتون و این بچه به چه مشده اینا مثلا، آره حواسمون باشه اینا. چقدر توی انتخاب ها اینا تاثیر داره، توی انتخابات مجلس چقدر طرف میاد مثلا میگه اینا قوم فلان به این رأی بدیم، اینا قوم به همان به این رأی بدیم. اینا خطرناک، خدا شاهده. یه موقع است ممکنه طرف هم قوم منم باشه، خوبم باشه ها، اما من حواسم باید باشه توی انتخاب، باید چیکار بکنم درست انتخاب کنم. یه وقت خدا از توی حرفای من رد و یا غیر تایید کسی بیرون نیاد. یعنی گمانه زنی نکنید، مطلب رو بگیرید. خب این بحث باید درک کنیم. و اموال و اخترفتموها، اون اموالی که دیگه بالاخره خدمت شما عرض کنم به دست آوردی، پول و پله جمع کردی، شد بابات، بچهات، داداشات، زنت، بگو عشیرت، فک فامیلات، اموال تجارتون تخشون کساده ها، تجارتی که میترسی کساد بشه، دلار رو خریدی نیاد پایین یه وقت خوبا یا بره بالا، اینا تجارت کردی میترسی کساد بشه. و مساکنان ترزونا، اون خونهایی که دوست داری دیگه بهش راضی شدی، حوصله کوچ کردن و پا شدن و اینجا را افتادن و چی نداری. میگه اگر اینا رو از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا بیشتر دوست دادی، فتربص و منتظر باش حتی یأت الله به امره، تا خدا به امرش به سراغت برسه. و الله لا یهد القوم الفاسقین، میگه برو که تو فاسقی، من هدایتت هم دیگه نمی کنم، برو پیکارت. یعنی طرف تو انتخابش به جای اینکه خدا و رسولش و جهاد در راه خدا رو قرار بده، چی قرار بده؟ قیمت دلار، زمین چی میخواد بشه فلان. یه موقعی هست نگاه کن، خوب دقت کن، قیمت دلاره به نفع دینه، گرفتی چی شد؟ اونو خودتو بهتر میدونی، ادام نمیتونی در بیاری. خدا میبینه که تو قیمت دلاره رو به نفع دین میخوای. یه موقع هستش ما بیاییم از جمعی سیم، نه آقا جمهوری اسلامی ثبات اقتصادی نیاز دارد، باید یه آدمی بیاد چون جمهوری اسلامی اسلام رو نگه داشته، چون ما نگرانیم یه وقت موتور جمهوری اسلامی پایین نیاد. آره من میخوام اقتصادش خیلی بشه برای این این فرق میکنه با اون کسی میگه یه رئیس جمهور میگرده چون این فقط نگاه کن این بابا فقط مثلا این خونه داره، این میگرده ببینه تو حرفای کی بیرون میاد و خونه پایین ما این نیاد بیچاره بشین من مسکن مهر بزنه نمیدونم چی بشه خونه بیاد من بدبخت بشم به این من رأی نمیدم چرا خونم و اینا و فلان هزار تا چیز دیگه رو ول میکنه خونه رو بچسبه. اینا اثر داره عزیزم، مثل همون خیابونه گفتم دیگه، من علوم میشه، من جون من میشه، اینوری برو اینوری برو اینوری برو، هر کسی یه برا کج بکنه به خاطر همون. ببینید این کارا هستید یا نه تو انتخاباتتون اینا رو خب همین اتفاق افتاد دیگه، همین اتفاق افتاد عزیز من در صدر اسلام، به خاطر پول همه علی رو پس دادن، چون امیرالمومنین گفت بیام بیت المال چیکار میکنم؟ مساوی تقسیم میکنم. در ضمن اونایی هم که تو دورهای قبلی بالا کشیدید، فکر نکنیم میگم تا الان هر کی هر چی دزیده خورده نوش جونش، از این به بعد دیگه من از این به بعد دیگه محکم میگم اینا که میخوان درس بخونن دیگه از شنبه قول میدم درس بخونم. خب نه اینجوری نی، حضرت علی اومد گفت میرم حسابای بانکیتون رو بررسی میکنم، خب همه رو بیرون میکشم، حتی اگه کلک زده باشی به اسم زنت کرده باشی، حتی اگر کابین زنانتان کرده باشید باز پس میزدانن. دیدن ای این میشه تجارتن تخشمون کساده ها، این میشه و اموالون اخترفتموها، گفتن ولش کن این خطرناکه بزن پس بزن. طلحه و زبیر گفتن این همه طلا رو ما در آوردیم بیچارهمون میکنه خدا ازم پس بگیره. گفتن این اشتباه کردی بهش رأی دادیم، اشتباه بیعت یعنی رأی دیگه، بیعت کردن رأی دادن، گفتن اشتباه کردیم بیا بزنیم موتورشو بریم پایین، جنگ درست کردن. این مصداق این آیه است. خدا میبینه تو آیا در مقابل فشارهای خارجی ها سرخم میکنی و انتخابت را تغییر میدهی به خاطر خدا یا به خاطر آمریکا. خود اینو میفهمه. تو الان میخوای ادام در بیار، نه ببینی این الان اگه بیاد این شخص خیلی به نفع ماست، آرامش مثلا این حرفا میشنوی، بعد تو تهش در میاد مثلا این بابا بونوریا بسته،
این باید اینو تو خدا میگه علیمون به ذات صدور، واسه هر کی فیلم بازی کنه پیش من نمیتونه فیلم بازی بکنه. من میدونم ته دلاتون چه خبره، معیار انتخابتون چیه، این معیارها اگه این 8 موردی که گفتم توش هست، بگم آقا این آدم آدم خوبی ها اما گفته من با این فلان سیاست رو میخوام اجرا کنم، خب فلان سیاست رو اجرا کنه که من رایفی بدبخت میشه، خب به درک بدبخت میشه، خب به درک بدبخت میشه. میتونستم به این مرحله برسم؟ اگر به این مرحله تونستم برسم و افراد زیادی به این مرحله با هم رسیدیم، شک نکنید میتوان ظهور را رقم زد. یعنی خدا میگه دیگه این 50% هم دیگه چی شدن؟ آماده شدن. چرا ولی ما نفرستم؟ که دیگه حالا 100% یعنی اتفاق، یعنی ظهور، یعنی اون حکومتی که سراسر خیره و ابتغوا من فضل الله و انتشروا فی الارض، برید همه زمین مال شما میشه، نگران یه مد دو مد زمین نباشید، میگه همه زمین مال شما میشه، برید از فضل الهی استفاده کنید بهره بگیرید، والله حضور فضل العظیم. خدا دیگه میخواد فضل عظیم خودش رو بکنه. مردمی به اون میرسن که تربیت دیده باشن، هر کسی به دانشگاه راش نمیدن، باید امتحان بده به اسم کنکور. کسی میتونه درست خوب کنکور بده که خوب درس خونده باشه؟ اینجوری نیستش. اصلا این داستان این انتخابات و بحثا همینه. بیعت اون زمان معادل رأی الانه، معادل یه تفاوت جزئی داره، هم در کلیات میتونیم یکی بگیم. امیرالمومنین ببین چی میفرماد. حضرت میفرماد وفاداری به بیعت و اما حقی علیکم، منم یه حقی دارم نسبت به شما، حق گردنتون دارم، حق من بر شما چیه؟ فالوفاء بالبیعه، رأی بهم دادید پام وایستید. منتها امیرالمومنین وقتی میخواست رأی بهش بدن راست گفت، دقت کنید این حواس کاندیداها جمع باشه. امیرالمومنین راست گفت. چی گفت؟ گفت ببینید من بیام اینجوری این سیاست اقتصادیم اینها برای بعضیاتون خوب نیستا، اونای مایه داره که به زور پول 1000 تا حساب بانکی قائم کردید به اسم زن و بچه‌تون، که بیام پس میگیرم، من دارم میگم من خلاف این عمل نمی کنم، اما رأی دادید باید پا حرفتون وایستید، ولی وفا بالبیعه، باید پا حرفتون وایستید، نه که ای بابا این چی شد نه. چون میدونید دیگه پول داره یه توان دیگه هم دارن، علاوه بر اینکه حالا شما میگی تعداد اینا کمتره، اما توان عملیات روانی دارن، یعنی میتونن برای اون آدمی که پول نداره هم عرصه رو چیکار بکنن، تنگ بکنن که یه جور دیگه فکر کنه، این توانو دارن. چقدر زیبا قرآن در مورد قارون میگه. قرآن میگه قارون، میدونی قرآن نمیگه قارون پول حرام در آورده، اصلا هیچ جا نمیگه، میگه ما خودمش پول دادیم. بتونم گفتم چجوری قارون پولدار شد دیگه، میرفت گندما رو میبرد به فرعونیا میفروخت، از خارجی ها پولدار شده بود، اصلا صادرات کرده بود. قرآن نمیگه من الزاما از توی آیه استنباط نمیشه پولش حرامه، مونتا خدا گفت این پول تو امانت داری به فقرا بده، گفت نمیدم. ببین چی میگه، میگه وقتی فرعون میمد یه چرخی میزد تو خیابون ها، چیز قارون میاد یه چرخی میزد تو خیابون، مردم میگفتن لذو حظ عظیم، خوشحالش چه حالی میکنه. خدا میگفت یه مشکل داره. قرآن میگه فلزا تو برخورده با قارون چیکار میکنه؟ هم قارونو میزنه هم چی؟ بگید یه سوال. ما الان بیایم یک فاسد اقتصادی رو، مثلا یه ماشینی دزدی گرفته بوده، بعد ماشین ازش میگیریم دیگه، درسته؟ فوقش خودش هم اعدامش میکنیم، مگه نباید ماشین رو بگیریم مثلا به نفع بیت المال مصادره کنیم دیگه، به نفع دولت؟ قرآن به نفع دولت مصادره کرد ها؟ فاتح گنج قارون هم خون. این چی میگه؟ گفت باید این بشکنه، اصلا این ماشینه قارون اینجوریش کرد، این ماشینه رو هم باید بشکنم. بولدزر آوردن زدن تو سقف ماشین جلوی چشم له کردن. بعد ادامه آیه رو بخونید سوره قصص، عجیبه. حالا فردا وقت کنم اینا رو میگم، مردم نگاه کردن گفتن عجب، پس خدا زورش بیشتره. الحمدلله ما زنده موندیم، تو زمین نرفتیم، اما خدا میگه حتی ماشینه رو نگه ندار. این وظیفه اون حاکمه برای تربیت مردم ها، مردم باید پا حرفشون وایستن. امام حسین ببینید نامه ای که وقتی به هور میرسه یه خطبه ای داره، رو برخی میگن نامه است، ببینید چی میفهمه. نامه های شما به دستم رسید و فرستاده های شما مرتب آمدند که شما با بیعت خود مرا به دشمن نمی سپارید و رهایم نمی کنید. میگه تو نامه هاتون نوشتید قول میدید منو دست دشمن ندید، تنها هم نذارید.
بعد ببین چی میگه، اگر بر بیعت خود استوار ماندید و به رشد و کمال خود میرسید و اگر این کار را نکردید و پیمان شکستید، دست از بیعت خود بر میگه، زیر رأیتون زدید، به جان خودم سوگند از شما این رفتار ناشناخته نیست، قبلا با پدر و برادر و پسر عمم مسلم نیست چنین کردید. میگه من میخوام ثابت کنم شما همونید، من میام، عیبی نداره، اینجوری وایستادید نامه مینویسید من میام، قول دادید منو جلو دشمن تنها نذارید دیگه، تو نامتون اینو نوشتید دیگه، من میام تا به ثابت بشه، بذارید حسین خونش ریخته بشه، اما به تاریخ اثبات بشه. پس از این هیئت‌ها بعد این درس رو هم گرفت. شما سعادت خود را نشناختید و نصیب ایمانی خود را تباه ساختید و هر کسی پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان می‌شکند و خدا از شما بی‌نیاز خواهد بود. عزیز دل من، اگر مردم نرن حاکم بیای امیرالمومنین هم بذاری، سوزن نمیتونه جابجا کنه، یه سوزن نمیتونه اینو بذاره، چون تو با اعلام وفاداری به امیرالمومنین میتوانی شرایط اجرای عدالت رو. امیرالمومنین میخواد یه جا حاکم بذاره، نداره کی بود بذاره، هست ما داریم یه حاکم اشتباه نکنم فکر کنم همدانه، یه سری کارهای غلط انجام میده، مردم اعتراض میکنن، حضرت امیر میگه چی میگه؟ میگه خیرالموجودین هم این بهتر ندارم بذاره، همین حرفایی که همین الان هست به خدا قسم میگه ندارم. آقا بیاد کی میتونه؟ بسم الله هل من ناصر ینصرونی، یکی بیاد، یکی بلده پاشه بیاد، میگه ندارم بذارم چیکار کنم. یعنی انتخاب بین بد و بدتره، من مجبورم فعلا بد رو انتخاب کنم که بدتر رو انتخاب نکنم. بابا لاف میزدن دیگه، میومدن پیش امام حسن میگفت، امام حسن صلح کرد، مجبور شد، گفت اگه بزنم به خط، ببین نگاه کن، امام حسن هم زد به خط، اما امام حسن اگر به خط میزد، ببین امیرالمومنین شخصیت برجسته بود تو بین مسلمانان، خیلی برجسته، حضرت علی تازه شهید شده، خون امام حسن بلافاصله بعد از خون علی دیده نمیشه، اثر نداره، فلذا امام حسن چیکار میکنه؟ میگه برای اینکه تارم همین حجری که به قبرش جسارت شد، این خیلی داغ بود، خیلی از اون رزمنده‌های شیر بود، اومد جلوی امام حسن گفت خب بریم بجنگیم دیگه، گفت خب تو یه نفری، دو نفری پاشیم بریم بجنگیم چه فایده‌ای داره؟ صلح باید بکنیم. داغ بود، حتی بی ادبی هم کرد، گفت یا مذل المؤمنین تو تاریخ آمده، گفت ما مؤمنی رو ذلیل کردیم، حضرت قانعش کرد، بعد او هم پس گرفت، فهمید، اینم بگم اون وقت این بخشش نمون، فهمید، گفت بعد پا وایستاد دیگه پای آقای امام حسن، تو چطور معاویه به شهادتش رسوند؟ ببین یعنی یه جایی نباید جلوتر بری، یه جا وظیفه صبر کردنه، مردم باید تربیت بشن یه جا سکوت کنن، یه جا نه الان ردیفی بزنیم بابا اینا رو در بیاره. آقا همه میگفتن الان حمله میکن یه پدری از این ابو سفیان خاندانش در بیاریم که تو تاریخ بنویسن. حضرت رسول رسید گفت انتم طلقا، آزادید برید. ای او تو بدر و احد و خندق کی بود با ما میجنگید؟ اینا بودن ما رو کشتن که چیکار میکنی یا رسول الله؟ خفه خون میگی، رسول الله تربیت شو، ببین دقت کن، ببین چه نکته ای داشت که اینو بخشید اون یکی رو نبخشید، تو شرایطو بفهم، ببین چه فرقی داشت که امام حسن صلح کرد امام حسین صلح نکرد. یاد بگیر وقتی میخوای بزنی به خط خودتو خونتن بپاشی، خونتو حروم نکنی، اینا باید یاد بگیری، مردم باید تربیت بشن. عزیز دل من، جمهوری اسلامی اومده که مردم رو تربیت بکنه؟ اصلا میدونی چی شد؟ ما گفتیم خدا غلط کردیم بفرستیه، گفتش نمیفرسته. تو خب چیکار کنیم؟ گفت شما دین حالیتونی، گفتیم ما حسن نیتتون به دین اثبات میکنیم، چجوری میخواد اثبات کنید؟ گفتیم ما میریم سراغ آیه 44 سوره مائده. آیه 44 سوره مائده چی گفته؟ آیه 44 سوره مائده میگه که تورات را نیز ما نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود و انبیا که دین اسلام داشتن، لذین اسلمو، یعنی تسلیم امر خدا بودن، با آن در بین یهودیان حکم میکردن. میگه انبیا هم با تورات در بین یهودیان حکم میکردن، گوش کن اینجا چی گوشن، و همچنین ربانیون و احبار، میگه و حتی علمای دینیشون، یه مدت گذشت بر بنی اسرائیل دیگه پیغمبر براشون نیومد، اون موقع چیکار میکردن؟ امام پیغمبر نداشتن، میگه رفتن سراغ علما، سراغ ربانیون و فقهاشون و مربی مردم و خبرگان از یهود و نصارا، ربانیون و الاحبار، به مقداری که از کتاب خدا حفظ بودن و بر آن شهادت میدادن، طبق آن در بین مردم حکم میکردن. یعنی کسایی که بیشتر سر در میوردن از تورات، اونا میادن احکام تورات استخراج میکردن، میادن مردم حاکم میشدن. دقیقاً یه چیز شبیه همین چیزی که ما الان بهش رسیدیم. قرآن اینو گفته.
یعنی توی بحث ولایت فقیه ما گفتیم خدای امام زمانو بفرست، گفت تو حکم تو حسینیت به دین نشون بده من امامشو بفرستم. گفت خب چیکار کنیم؟ اما بهتر که فقها بهتر از ما دینو میفهمن. خب بریم سراغ اینا. رفتیم سراغ فقها گفتیم آقا بیاید ما میریزیم تو خیابون انقلاب میکنیم، خب خونم میدیم، بیاید پاشید وایسید دمتون گرم، یا علی بیاید پاشید یکم بین خودتون بذارید، هر کدوم خودتون صلاح میدونید، فقیه جامع شرایط فلان و بحثا، یکم بین خودتون بذارید، اونی هم که گذاشتید اون مسئولون بالا بقیه‌تون هم باید به حرفش چیکار کنید؟ گوش بدید، همونطوری که ما هم به حرفش گوش میدیم. درسته؟ اصلا مبنا همینه دیگه. ما حسنیتمون رو نشون بدیم تا خود امام زمان رو بفرسته. اصلا داستان اینه. این مثال رو گفتم دیگه، اون بچه‌ای که لامپ میشکستن. هی لامپ میشکستن، لامپ 11 تا لامپ شکستن، خود دیگه ما به درک تو تاریکی بشه. اداره برق گفت. ریش سفید رفتن ریش رو گوشن آقا با اینا قول میدن آدم بشن. گفت نه کجا من. گفت بابا بچه‌ای خوبی شدن دیگه. نهایتا دیگه اداره برق قبول کرد که بیاد یه لامپ عوض لامپ پروژکتور یه لامپ 50 بزنه، یه لامپ 100 بزنه. قطعا اون پروژکتور نمیشه، اما از جنس چیه؟ از جنس روشناییه. آور زد گفت شما این لامپ رو اگه بچهات نشکستن اونم نمیشه. آقا خب اگه تا چند روز ما وایستیم این لامپ رو نشکنیم میفرستیم؟ گفت اون دیگه اگه من بهت بگم فرداش میزنی میشکنی. آره من نمیگم فلزو باید ظهور گم باشه تو تاریخ، فلزو باید ظهور گم. هر موقع بچه کوچه تو تربیت کردید دیگه 11 تا پروژکتور آوردم زدم شکستم، شما اصلا روشنایی دوست نداری. مبنای تشکیل جمهوری اسلامی ایره، بسیار مترقی مبنای شکلیش، بسیار مترقی. اصلا عجیب غریب میگم. خب منتها اینو مردم باید بفهمن، این باید برای مردم حل بشه. منتها یه نکته اینجاست، ما در جمهوری اسلامی به شرطی رأی میدهیم، مقبولیت کسی رو به شرطی تایید میکنیم که اون مشکل شرعیش بگید، ما نمیگیم معصوم باشه اما چی باشه؟ آره او هم بیاد احکام شرع رو حاکم بکنه. اگه یهویی بیاد آقا فردا گفتم دیگه یا همه میتونی عرق بخوری کابارا رو بکنی، کجاش جمهوری اسلامی دیگه، ترکیه است. این بحثش فرق داره، این بحث باید بین مردم جا بیفته. ما به این شرط آقا مثلا من رئیس جمهورم، من تصمیم میگیرم از فردا بریم مثلا با آمریکا ببندیم، با اسرائیل ببندیم، تو غلط میکنی، این شهر هرته، همچه خبرهایی نیستش. ما اگه قرار بود آمریکا و اسرائیل بریم ببندیم، دلیل داریم برای مخالفتون با آمریکا و اسرائیل. هنوز اگر اون دلیل سر جاشه، تو که بابا تنبیهات هیچ فرقی نمیکنه، اما اگه اون دلیل نباشه ما خودمون بهتر تو بلدیم بریم ببندیم. بحث سر این عزیز دل من. حالا اگه یه نفر اومده مردم اشتباه انتخاب کردن، انتخاب اشتباه کردن، خراب میکنن، به گذشته برمیگردن، ماشین رو عقب میندازن، تو سربالایی ترمز میزنن، تو سربالایی دوباره باید بوکسوبات کنی نیم کلاش بگیری تو را بیفتی، سخته، ماشین دور افتاده. اینجا مردم باید حواسشون باشه. یه نکته یه من اینجا عرض بکنم، عرضم تمام. ببینید عزیز من، ممکنه یک کسی بیاد، یه رئیس جمهوری بیاد، خوب گوش کنید، یک کاریو شروع بکنه، از یه چیزی صحبت بکنه که کمتر در موردش قبلش صحبت شده بوده، یه پرونده رو باز کنه و خراب کنه، نتونه جمعش کنه. نباید مردم به این نتیجه برسن اون کار کلا خراب بوده، باید بگن این چی شد که این نتونست انجام بده، بیایم مشکلات و ایرادات رو حل بکنیم تا بتونیم بیایم جبرانش کنیم. به خاطر همین گفته میشه که آقا نقاط قوت رئیس جمهور قبلی رو داشته باشه، نقاط ضعفش رو چی؟ نداشته باشه. مثلا آقا دولت آقای احمدی نژاد بحث مهدویت اومد بهش واقعا پرداخت. خب مثلا رئیس جمهور تو سازمان ملل اسم امام زمان رو بود، تو اونجا خیلی ها اللهم عجل ولیک الفرج گفتن و این کار خوبیه. منتها اگر نمیدونم تو دور و بری حالا یه بحثای سوء استفاده از مهدویت صورت بگیره، این دلیل نمیشه عزیز دل من که پس فردا هر رئیس جمهور اومد بگیم واولش کن کلا مهدویت رو دیگه ما نگیم، شر میشه برامون. نه خیر، تو بیا بگو و اجازه نده اون مشکلات اون انحرافات چی بشه؟ به وجود بیاد. اگر یک رئیس جمهوری اومد یک سیاستی رو اتخاذ کرد پیش برد، این دلیل نمیشه که یه جای شکست خورد. ببینیم دلایل شکست چی بود. بریم دلایل شکست کم گذاشتن ما مردم بود، تربیت میشیم دفعه بعد قول میدیم جبران کنیم. نه، تو آدمی تو این قد و قواره نبودی، حالا فهمیدیم، یکی دیگر انتخاب بکن تو این قد و قواره
باشه، ما عرض کردیم که جامعه ما جامعه ویژه‌ایه، یعنی جمهوری اسلامی رو مثل بقیه کشورها نبینید. گفتیم تا حالا تا در کل تاریخ امتی پیش نیامده تا اینقدر بتونه پیش بره. یعنی ما خیلی از چیزها رو تونستیم مسائل پیش بریم، تو خیلی از آزمون‌ها هم که تا الان از همون گرفته شده بسیار بسیار جلوتر از امت‌های گذشته سربلند بیرون اومدیم. مثالایی هم عرض کردم، همون نماز جمعه که گفتم که اون اتفاق افتاد، عین همین اتفاق بدتر از اون تو نماز جمعه جمهوری اسلامی افتاد. یعنی چی شد؟ یعنی بمبگذاری کردن وسط نماز جمعه، چند نفر شهید شدن، جز همون دایره‌ای که بلند شدن جنازه ها رو جمع کردن نماز جمعه تکون نخورد، شعار دادن الله اکبر گفتن، نشستن بقیه نماز جمعه ادامه پیدا کردن نمازشون خوندن. یعنی یه چیز عجیب غریبی که تاریخ به خودش ندیده بود، اونا به خاطر یه دایره تنبک و یه لهو و لعبی بلند شدن رفتن این طرف خون دادن مردم، یعنی بمب ترکید وسط منافقا بمب می‌ذاشتن دیگه اوایل انقلاب، بعد هیچ اتفاقی نیفتاد. خب اینا نکته‌ایه. و نکته دیگه که عرض کردیم این که این امثال این اتفاقاتی که پیش میره، مثل جنگ، مثل هر اون چیزی که جامعه ما داشته، مخصوصا این انتخابات رو مثل یک انتخاب یه دونه خریدن لیوان نگاه نکنید، بلکه اینا عرض کردم کلاس‌های تربیتیه که برای اینکه ما آماده تر بشیم برای ظهور. این اصله، یعنی ما آدم شناستر بشیم، ما موقعیت شناستر بشیم، که با یه حرف اینوری نشیم و با یه حرف اونوری نشیم، این خیلی خطرناک. اما اون فردی که ما اعتقاد داریم میخواد بیاد سکان قدرت اجرایی کشور رو به دست بگیره، نفر دوم کشور بشه عملا، خب، و مردم بیشتر از همه با شخص اجرایی و دستگاه‌های اجرایی در ارتباطن. شما اداره‌های مختلف که میری زیر نظر وزارتخونه ها، این وزارتخونه ها زیر نظر دولته، رئیس این دولت سیاستش خیلی متفاوت. ببینید یک روزی مردم ما با آقای خاتمی رای دادن، یک روز هم با آقای احمدی نژاد رای دادن، تفاوت دیدگاه دو رئیس جمهور رو شما می‌بینید که دو نوع سلیقه، دو نوع تفکر و دو نوع عمل کرد میشه که خیلی هم با هم تو خیلی جاها چی تفاوت دارن. پس این نیستش که نه الان هیچ فرقی نمی‌کنن، نخه، واقعا اصلا نگاه آقای هاشمی رفسنجانی به مسائل یه نگاه بوده، خاتمی یه نگاه بوده، احمدی نژاد یه نگاه بوده، خب و اشتراکات هم هست، نمیگم اصلا نیستش، اما شما تفاوت میبینید. خب فلذا ما تو انتخاب خودمون با کسی کار نداریم، با آدم کار نداریم، یه شابلون تعریف میکنیم، شابلون رو محکم میکوبیم رو آدما، هرچی دست و پاشون کمتر قطع شد بهتره. یعنی چی؟ یعنی اگر کاملا تو شابلون ما قرار گرفت فبه ها خیلی خوبه، که بعیدم هست همچین چیزی بشه، بعید میدم. اما یه آدمی هست می‌بینی اغلب وجودش تو این شابلون ما قرار می‌گیره، تو این قالب ما، یک اقلیتش از بین میره. باز ما نگاه می‌کنیم، معدلی نگاه بکنیم به آدما. ببینید ما متأسفانه از مشکلات مردم ما تو اصلا تو جمهوری اسلامی ما تو ایران از قدیم بود، رابطه جمهوری اسلامی ما ایرانی این ایرادو داشتیم که نگاه صفر و صدی داشتیم، یعنی یه نفر رو یا یهویی شیطانش می‌کنیم یا از اونور بتش می‌کنیم، اشتباهه، یا مد میشه یه نفر تعریف میکنه یا مد میشه فوش بدن به یه نفر، وقتی تعریف همه تعریف میکنن، وقتی فوش دادن همه فوش میدن، ما این اشتباهه. بیاید بسنجیم آدم ها رو، بگیم آقا این آدم عملکردش تو این حوزه 20 بود، تو این حوزه 10 بود، معدلش 15، تازه اگه هم وزن باشه اون دوتا مقوله، اینجوری بررسی کنیم. اولین نکته، پذیرفتن مسئولیت در نظام اسلامی یعنی دردسر، نه سود بردن. کسی که میاد خودش رو در معرض انتخاب قرار میده، میدونی یعنی چی؟ یعنی ادعا میکنه هیچکی دیگه نبود، من تو قضا قواره خودم دیدم، پاشم بیام علم رو بردارم. گرفتی چی شد؟ خیلی ادعای سنگینی. بعد یه نفر بیاد بشه مسئول اجرایی کشور، با یه امضا بتونه میلیاردها پول از این ور اون ور ببره، فلان مسئول رو برداره، فلان مسئول رو بذاره، به خدا آدم تنش میلرزه. طرف میگه سید احمد رو میگن ظاهرا، میگن امام تو خواب دیدن امام خمینی، گفتن اون دنیا چه خبر؟ گفت فقط تو همین حد بهتون بگم، دارن از من میپرسن این بالا تو بالکن جماران قرار میگرفتی، چرا برای این وریا 4 بار دست تکون دادی، برای این وریا 3 بار؟ آقا فکر کردید حق الناس به بیت المال شوخیه؟ وقتی علی ابن ابی طالب چرا خاموش میکنه، فکر میکنه ادا در میاره؟ وقتی تنش میلرزید آقا امیرم رنگش میپرید، وقتی خطری بین طول مال رو تفرید، وقتی به عقیل برادرش چی میگه حضرت؟ بعد من بیام خودم رو تیر. اولا پس مسئول شدن تو جمهوری اسلامی سود بردن دنیاوی اصلا نیست،
یعنی فقط اخروی نگاه کردنه. خدایا من خودم میخوام در معرض تیر بلاها و تیر غیب قرار بدم، برای اینکه این جامعه رو الان پیش ببرم، کسی دیگه نیست علمو برداره، من مجبورم علمو بردارم برم جلو، کسی دیگه نیست، من مجبور شدم این کارو کنم. گرفتی چی شد؟ خیلی تفاوت ها. شما میبینین رئیس جمهور اروپایی بلافاصله که تموم میشه بعد از 3 سال 4 سال آمار اختلاسشون در میاد. حق داره اختلاس کنه. بگم چرا؟ میگه من اومدم رئیس جمهور شدم، احتمال فوش خوردنم بیشتره، زیر ذره بین بودنم بیشتره، و چه سودی برام داره؟ باید یه ردیف فوشو بچاپم. تازه اون قدم اونا سفت و سختن ها، یعنی دستگاه نظارتیشون دقیقاً سفت و سختن، بازم این لاما یه پولی بالا میکشن. اما تو جمهوری اسلامی باید قامت الف بیای دال برگردی. بعد تازه بگن چه شت کور دندت، بگید نرم وظیفت بود برای امام زمانت کار کردی، چه شت کور دندت نرم و نرید و ان من علی الذین استضعفوا فی الارض، منت میخوایم سرتون بذاریم که شما کسایی که ضعیف نگه داشته شدید بشید امام، بیاد جلو، منت سر کسی بذارن که برای امام زمان بتونه کار بکنه. اگر نگاه ما این خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت از نهضت خمینی محافظت بفرما و از نظام جمهوری اسلامی محافظت بفرما، یعنی چی؟ یعنی من این نظام و پیش بردش رو در راستای ظهور ببینم و شکستش رو در راستای ظهور ببینم. بعد اون موقع یک قرون پولی که توی بودجه این مملکت اینور و اونور میشه پول من و تو نمیشه. اون موقع من باید حواسم باشم، حواسم به این باشه آیا نگاه خدا، نگاه اسلام، نگاه امام زمان به اینه که هزینه این مملکت، کل درآمد این مملکت صرف فلان مسئله بشه یا به همان مسئله بشه. پس کسی که خودش شده مسئول، یعنی به عربی یعنی بر باب مفعول، یعنی مورد سوال، یعنی کسی که ازش میخوان، و اون دنیا هرچی مسئولتر مسئولتر بیشتر مورد سوال قرار میگیره. خیلی جگر میخواد خدا شاهده، یعنی شجاعت میخواد. من میشناسم خودم افرادی رو که تو کشورم صلاحیت خیلی کارار دارن، الان یک ساله دارن منتشون رو میکشن بیا این کار رو انجام بده، من نمیام. میان چرا؟ میگن من نمیتونم، تو قواره خودم رو میترسم، از آخرت هم میترسم، نمیخوام خراب بکنم. بعضی موقع هم باز روایت داریم میگه اگر میدونی کسی دیگه نیست تو باید بری اونجا وایستی، وظیفت بری وایستی. خب کسی که میاد خودشو در معرض انتخاب قرار میده یعنی چی؟ یعنی من دیدم کسی دیگه نیست، الان علم رو زمینه، من احساس کردم میتونم این کارو انجام بدم، بسم الله با میشم. یکی از کاندیداهایی که احراز صلاحیت نشد، ما یه رد صلاحیت داریم یه عدم احراز. عدم احراز فرق داره با رد صلاحیت. عدم احراز مثلا کسایی که مثلا همین کاندید وزیر مخابرات بود، ایشون چون بیماری قلبی کرده، مثلا همون موقع هم که وزیر بود به خاطر بیماری قلبیش عملش استعفا داد. خب ایشون اومده بود، خب شورای نگهبان گفت خب تو مریض، مسئول دستگاه اجرایی باید دائم بود و اینور اونور باید بشه. این عدم احرازه، یعنی شما به لحاظ سلامتی دیدید تو مصاحبه که با تلویزیون کرد، ایشون گفتش که گفت الحمدلله که این بار رو شورای نگهبان رو دوش من چیکار کرد؟ برداشت. من دیگه چیزی گردنم نیست. من خیلی وقته شده خودم مثلا یه مسئولی دیدم یه بحثی پیش اومده، رفتم بهش گفتم، اینجوری شروع کردم، گفتم ببین من نمیدونم میفهمی حرف منو یا نمیفهمی، منم روکم همینطوری صحبت کردم. چند بار پیش اومده من این مسئله و این معضلی که داره تو جامعهمون پیش میاد دارم به تو میگم، تو مسئول این کاری، از گردن من دیگه چیه؟ ساقط. خدا شاده وقتی بهش گفتم یه نفس راحتم کشیدم، گفتم آخیش الان بمیریم دیگه خیلیم راحت. من گفتم از این دیگه گردن توه. بعضیشون بود اون کارم رفتم پیگیری کردم، بعضیشون پیگیری نکردم. پس پذیرفتن مسئولیت تو جمهوری اسلامی یعنی دردسر، نه سود بردن، نه اینکه تو بیای مایدارتر برگردی، بلکه میای موقع برگشتنت میبینی ای بابا یه چیزی من چون شک داری نکنه پول بیت المال تو جیبت مونده باشه یه چیز اضافه ترم گذاشتی. ما وزیر داشتیم که وقتی داشت وزارتش تموم شد از پول جیبش به حساب دولت ریخ، به خاطر یه وقت تلفن این ور اون ور کرده، برقی روشن گذاشته، چیزی که یه وقت این ذهنیت به وجود نمیاد. مسئولا من هم مسئولین ما اینا رو نه خیر داریم، خیلی من خودم خیلی از مسئولین رو میشناسم اینجور چیزا رو جدی رعایت میکنن، جدی رعایت میکنن، یعنی هیچ تفاوت هیچ فرقی بین این اون نمیذارن. ما انتظار داریم مسئولین رده بالایی دقیق تر باشن، چون اونا تو چشن، چون اونا تو چشن، اونا مهمه. یک همچین مسئولی باید ساده زیستی باید داشته باشه، باید زهد مدیریتی داشته باشه. حالا من مفصلتر بحث میکنم. مورد دوم، مبادا فرد در پذیرفتن مسئولیت خودش خودش رو وامدار دیگران بکنه.
یه نماینده مجلسی که کل حقوقش توی 4 سال 100 میلیون نمیشه، میاد 2 میلیارد خرج میکنه، یا کجا داره میاره خرج میکنه؟ یه اسپانسری پیدا جیب بابات خرج میکنی، مخلصت هم هستی، ما حرفی نداری. اما اگه تو میای از جیب فلانی خرج میکنی، فلان کارخونه دار میاد پشت سر تو، فلان سیاست مدار میاد پشت سر تو، فلان جناح سیاسی میاد پشت سر تو، پس فردا تو رفتی تو مجلس، عاشق چشبری تو که نیست. اونجا اون آقای سرمایه‌دار میگه فلان قانون اینور اونور کن، من دارم ضرر میکنم. آیا اونجا این کارو میکنی؟ مبادا ما در پذیرش مسئولیت بیایم خودمون رو وامدار بقیه بکنیم. شما ببینید مثلا اوباما و رامنی خرج انتخابات اینا رو ما بررسی کردیم، نگاه کردیم همه اینا رو عمدتا یهودی‌ها دادن. پس برای این شد رئیس جمهور باید چیکار کنه؟ به حرف یهودی‌های آمریکا باید گوش بده. علیه اسرائیل اینا جرئت ندارن پا پیش بذارن، پدرشون رو در میارن، میام پول خرجت کردم که این کارو بکنی، من خودم بیام پولمو بریزم دور. یه بازاری میاد پشت سر یه جریانی قرار میگیره، یه چیزی میدونه. برای خود بنده خدا شاهده، پیش اومد تو تهران یه تاجر آهن اومد گفتش که تو بیا برو مجلس، من همه هزینه هاتو میدم، فقط رفتی اونجا مثلا برق منو گرفت. خدا شد گفتیم چی میگین؟ مولتی میلیاردر بود، میگفتش که من میخوام یه کاری کنم نماینده داشته باشم تو مجلس. بی شرف رو نبا کن. خب پول میخواد بده واسه چی؟ عاشق چشم رو منه؟ او اگه میخواست پول به کسی بده پولدار نمیشد. او داره جای سرمایه گذاری میکنه که 10 برابر دوباره بیشتر برداره. مبادا آقایی که میخوای، ببین اول این حرفا ممکنه الان نزدیک انتخابات ریاست جمهوری به درد انتخاب ریاست جمهوری بخوره، اما این حرفا همیشگیه برای همه انتخابات، برای همه مسئولین. ما نمیگیم فقط مسئول، خدمت شما عرض بکنم، رئیس جمهور ما باید حتما حواسش باشه که برای سود بردن نمیاد، برای لله باید بیاد. نه، مجلسمون هم همین، قوه قضاییه مون، همه مسئولین. اینم فراموش نکنیم، آماری که جنگ تموم شد این بود، به ازای هر مسئول 2 شهید داریم. یعنی هر کسی که میاد مسئولیت میپذیره، 2 خون بدون به پاش واسن، یکی زیر این پاشه که زیر اون پاش. خون شهیدم سره. این بچه‌ها بی خود نرفتن پرپر بشن که این نفر بیاد جنگولک بازی در بیاره، عدد فور در بیاره، پول بیت المال بالا بکشه و وهم خودش رو بیاد غالب بکنه در یک جامعه، توهمات خودش رو بیاد غالب بکنه توی جامعه به زعم این که درسته. مبادا یک فرد در جمهوری اسلامی خودش رو وامدار دیگران بکنه. الان وقتشه که میان با هم برنامه می‌بندن. داری میای؟ ببین من میام به این شرط که فلان پستو به من بدی، فلان پستو به من ندی، اینجوری. الان دارن میرن آقایون میبندن وزارتخونه هاشونو، به خدا قسم، قسم خوردم چون میدونم. الان دارن میرن رایزنی میکنن، من میام پشت سر تو، ببین یه مدیر کلی فلانجا رو میخوام، دیگه شرطمون اینه. روزی که انتخابات تمام، تاریخ ثبت نامه ریاست جمهوری تموم شد، فرداش من خبر داشتم از جلساتی که شروع کردم به نفهم کنار رفتن، به شرط اینکه وزارتخونه فلانه بدی به من، وزارتخونه بدی. اصلا یکی از روشایی که اینا میان پست میگیرن همینه، یعنی من تو انتخابات شرکت میکنن که میگم به نفع تو میرم اونور که تو وزارت ایکس و ایگرگ و زد بدی به من، اسمم میتونم ببرم بنا ندارم، یعنی میدونم جلسه چه ساعتی چه تاریخ برگزاری چیام رد بدل شده. خب نه اینجوری نیستش عزیزم، تو میخوای وامدار بکنی خودتو، یه حواست داره، تو وامدار خون اون دوتا شهیدی که زیر پاتن. مورد بعدی، یک همچین فردی باید قدرت مدیریت افراد اصلا داشته باشه. ابوذر علیه السلام و جز صحابه های عالی و نامبروان حضرت رسول الله امیرالمومنین بود، کسی بود که وایستاد. ابوذر صدیق، ابوذری که وقتی دنبال پیامبر میگشتن، مشتکین پیامبر میخواستن بکشن، پیامبر تو یه سبد یه خرجین تو بار قایم کرده بود، داشت میبرد. مشتکین رسیدن بهش گفتن که ابوذر پیامبر رو ندیدی؟ گفت چرا، تو سبدمه. اینا هم زدن زیر خنده، گفتن چرت و پرت میگه. بلند شدن رفتن پیامبر، گفت چرا این کارو کردی؟ گفت خودت به من گفتی هیچگاه دروغ نگم. گفت احسن بر تو، میدونی چرا نجات پیدا کردیم؟ به خاطر همین راستگوییت. ابوذر یه همچین آدمی، ابوذر در مقابل بخور بخورای دوره خلیفه سوم کوتاه نمیاد،
تبعیدش میکنن، ناجوان مردانه میکشنش. این ابوذر هر کاری بهش میکردن مدیریت، شغل مدیریتی قبول نمیکرد. ببین چرا؟ میگفت پیامبر به من فرموده ابوذر تقوات خوبه، مدیر نیستی. ما داریم دیگه، آدم سالمی ها، خیلی آدم سالمی، اما مدیر نیست. اصلا دلش نمیاد به نفر سر یک داد بزنه. اصلا قدرت مدیریت یک استعداد میخواد دیگه، اون استعداد مدیریت رو نداره. آقا تو پسر خوبی یا تو اصلا بچه امام، آقای کاندیدا خوبه، بچه پیغمبر، اما تو جنم خودت مدیریت دیدی؟ مدیریت یه علم، مدیریت یک استعداده، تو اینا رو داری؟ مبادا بیای خراب بکنی کارو پیش بره، اون موقع تمام این هزینه ها گردن توی با تقواست. اصلا آدم با تقوا جایی که نتونه مسئولیتی رو بر عهده بگیره، بر عهده بگید نمیگیره، چون تو قد و قوار خودش نمیدونه. پس اگر اومد گرفت، یا واقعا با تقواست یا واقعا بی تقوا. مدیریت اسلامی برای تو تعریف شده، مدیریت اسلامی هدف وسیله رو توجیه نمی کنه ها، حواستون باشه. تو مدیریت اسلامی، من یه باری داشتم توی یکی از شهرها بود، انتخابات سال 84 بود، کاغذ ریخته بود رو زمین و این پسر ما رو دید، نمیگم اصالتا کجایی بود، بعد صحبت کردیم و فلان اینجور چیزا، گفتش که میدونید در دیدگاه ما چیه. مغازه‌دار بود، اصالتا مغازه‌دار بود، تو اون شهر دانشجو بود. میگفت نگاه ما اینه، شاگرد مغازه‌ت سالم باشه، دخلت کم باشه، بدتر از اونه که شاگرد مغازه‌ت دوز باشه، یعنی دخل کش بره، اما دخل تو بیشتر باشه. این نگاه اسلامی نیست. متوجه شد چی شد؟ یعنی ما بگیم آقا تو کارو پیش ببر ولو به دزدی. ما بوده در تاریخ کشورمون برهه‌ای گذشته که رسما در جلسات گفته شده که فلان پروژه تا 10% حیف و میل کردن ایرادی نداره، فقط کارو انجام بدن. به خدا قسم، حالا یه موقع است 10% تو 100 میلیونه، یه موقع است 10% تو 100 میلیارده. 10% 100 میلیارد چقدر میشه؟ اون میشه 10 میلیارد تومان، 10 برابر 100 برابر این پول اینوری می. تو کجای کاری؟ این نگاه اسلامی نیست عزیز دل من. ابن عباس اومد به امیرالمومنین گفت علی داری اشتباه میکنی، تو هنوز خلیفگیت مهرش خوش نشده، معاویه داری میذاری کنار. معاویه از زمان خلیفه دوم اونجاست، او اونجا استحکام پیدا کرده، مردم شام اصلا اسلام رو به اسلام ابو سفیان میشناسن، دو تا پسر ابو سفیان اونجا حاکم بودن، اصلا تو رو نمیشناسن، از تو بیزارن. اصلا بنی امیه از بنی هاشم بیزار، طبق تبلیغات اونها اصلا اونها قبولت ندارن. تو بمون معاویه رو تایید کن، بذار قدرت بگیری، بعد برو برش دار. آقا امیرالمومنین گفت اگه به این جنگولک بازی و مسخره بازی و باشه، من خودم مکارترین فرد هر عربم، اما این کار اخلاقی و اسلامی نیست، من این کارو نمیکنم. همون اول وسیجر ما مدیریت های پرگماتیست هدف وسیله رو توجیه بکنه، مدیریت های تکنوکراتی به درد مملکت ما نمیخوره ها. ممکنه تو ظاهر یک ببینی فلان کار پیش رفت، ممکنه تو توی اداره 6 ماه داری میری میای، بعدش با یه رشوه یه نفر یه هفته اون کار انجام بده، اما بدون نجاستی وارد کارت شده که تا ابد نمیتونی جداش بکنی. اگر باب شد توی کشوری که آقا 10% پروژه ها بخور بخوره، عیبی نداره، ولی کار انجام بدی، این باب شد یعنی چی؟ یعنی شما بعد 10% بودجه کشورت رو برای دزدی آقایان در نظر بگیرید. توی همچین کشوری اصلا اسلام میتونه پیش بره؟ اصلا خود متناقض. این مدیریت اسلامی چقدر تو سر در میاری آقایی که اومدی خودت ادعای مدیریت اجرایی کشور رو میکنی؟ چقدر خدمت علما رسیدی؟ چند تا کتاب مدیریت اسلامی رو خوندی؟ چقدر بلدی اصلا این کارو؟ چند تا مشاور داری که اگه پاتو میخواستی کج بذاری یه شورای نگهبان نامی داشته باشی که اگه خواستی غیر اسلامی عمل کنی خیرتو بگیرن؟ نمیگم همه چیز رو همگان دانن. این بحثایی که باید توی انتخابات جمهوری اسلامی ها این جای دیگه باشه، نه بعضیش به درد نمیخوره. اینجا این کشور یا کشور امام زمانه، یا وردارید اسم امام زمانو،
یا اگه هست اینا باید درست شکل بگیره و درست پیش بره. مدیر یک دولت باید مسئول باید صداقت داشته باشه. هدف وسیله تو چیکار دروغ بگه؟ نه خیر، یه موقعی هست ببین امنیت یک کشور در خطره، احکام شرعی داره، توریه هست، فلان هست، به همان هست، من با او کار ندارم. یه موقعی هستش نه، داره بر ابقای کار خودش گندیو که زده میخواد ماسمال بکنه، ماله بکشه، میاد میگه نه آقا دروغ بگه. این هدف وسیله هدف وسیله رو داره توجیه میکنه. این اسلامی نیست ولو تو بتونی کارو انجام بدی، به چه درد میخوره؟ امیرالمومنین تو شورای 6 نفره عبدالرحمن ابن عوف گفت یا علی، گوش کن آخر مطلب خدا شاهده، ما اون علی ابن ابی طالب دیگه، گفت یا علی این شرط تو بپذیری خلیفه توی. گفت چی؟ گفت عمل به قرآن، گفت قبول دارم، گفت عمل به سنت نبی، گفت قبول دارم، گفت عمل به سیره شیخین، یعنی خلیفه اول خلیفه دوم. امیرالمومنین گفت نه اینو قبول ندارم. چرا؟ چون اگر سیره شیخین طبق قرآن و پیامبر بوده که من همون دوتا رو قبول دارم، اگر نبوده پس غیر اینا بوده، پس اشتباه بوده، من قبول ندارم. خیلی دو تا چارتای منطقی عجب غریبی ها. ببین اگه من نوعی بودم نمیگفتم خب ولش کن الکی، بگو قبول دارم بعدم اومد سر کارم خب چیکار کنم؟ ها علی دروغ نمیگه. آقا الان میبینی بیان پشت تریبون تلویزیون ازت یه سوال میخوان بپرسن، آقا شما بیای مسئول بشی این کارو میکنی؟ تو میدونی اگر بگی 10% رأیت میریزه، ها؟ بعد بگی نه، بعد بیای عکسش عمل کن. این اسلامی نیست آقا، هست. این نیست، این اسلامی نیست، این به درد نمیخوره، این نکبت میگیره. بیا کارو خدمتی که از علمای اخلاق رسیده بودیم، ایشون با هم یه چیز عجیبی گفت، گفت فلانی، گفتم گفت ببین به دشمنت هم تهمت نزن. خب یه بحثی پیش اومد، من گفتم که نه آج آقا، این بحثی که شما فرمودید یهودی اینطور نمیگن، اینا دلیل اینجوری دارن، یعنی حرفی که من زدم دفاعی از یهود بود. خب بعد ایشون فرمود که همین، اینو ادامه بده. گفتم چطور؟ گفت ولو به دشمنت، حالا یهودی دشمن ما که نیستن، صهیونیست‌ها دشمن ما، میگفت به دشمنت هم تهمت نزن، چون نکبت میاره تو کارت، چون گیر میفته تو اون کار. اون کار الهی نیست، اون کار رگه های از شیطان داره، اون شیطانی شده، قاطی شده. حقو بگو، مردم دلشون حقو میگیره، مثل یه برگ درختی که تا نور رو پرده رو میزنی کنار، این برگ این گیاه میچرخه سمت نور، مردم عدالت ببینن، شیرینی عدالت رو میچ بچشن، تربیت شده باشن پاشوهای میستن. اگه بی تربیت باشن نه، عدالت علی رو پس دادن، بی تربیت بودن. اما اعتقاد داریم مردممون، تا الان گفتیم ما امتی ویژه هستیم، ادعای بی خود نکردم، این مردم خواستن. فلذا مگر خود آی احمدی نژاد با چه شعارهای اومد سر کار؟ با شعار عدالت خواهی، با شعار ساده زیستی، غیر این بود؟ پس مردم اینا رو میخوان، خواهان اینا. وگرنه توی بررسی هایی که صورت میگرفت کمترین احتمال میدادن که آقای احمد جا سال 84 رئیس جمهور میشه. شهردار تهران میگودن کجا اومده؟ او آدمایی بودن که تو عرصه سیاسی جولون داده بودن، نتونستن. یعنی مردم میتونن تشخیص بدن، منتهی حرفی رو میزنی پاش وایسی. نه به این مسئله که ببین علی میگم خلافت اسلامی رو گذاشت کنه، من نمیخوام به خاطر یک کلمه ها. الله اکبر. آقا رسول الله تو پیمان عقبه ثانیه توی اونجا وقتی اومدن مردم مدینه باهاشون بیعت بکنن با حضرت، حضرت شروع کرد خطرات بیعت کردن با رسول الله، خودشو فرمود گفت ببین با من بیعت کنید این میشه، این میشه، مشرکین نونتون رو میبرن، جاده تجاریتون با مکه قطع میشه، فلان میشه، فلان میشه. گفت من اینا رو اول باید بهتون بگم. یه نفر میگه آقا بیکاری داریم میگیم، این طرف رفته معامله بکنه ماشین، آقا ببین من ماشینم اینجاش خرابه، گلگیرش خورده. میگه دیوانه ای تو؟ نگو خود یارو نفهمیده ماشین تصادفیه، تو به زور داری میگی. اینه، این همونان، همین بابا تو بازار، همین سیاست مدارش میشه همین، اینه کسان که به سیاست هم بازاری نگاه میکنن. من توی نمیگم به بازاری ها، این مثال هم اینجا بحث بازار. مورد بعدی، مشورت گرفتن در امور از بقیه. اول مشورت بگیر،
آقا تو یه رئیس جمهوری، بالاخره تو همه چی که نمیدونی، تو از وزارت بهداشت داری که سلامت مردمه تا آموزش پرورش که بحث بسیار دقیق و ریزه، تو همه اینا سر در نمیاری که. تو باید در مورد تک تک اینا مشاور داشته باشی، مشورت بگیری، دقیق بررسی کنی. اما مشورت خود رأی اینجا دیگه معنی نداره، اینجا خراب میکنه کارو، فاتحه کارو میخونه، کل شقی اینجا جایی نداره. اما وقتی مشورت گرفتی قاطعانه عمل بکن، محکم عمل بکن، هیچ کس نتونه نطق بکشه. ببین اول مشورت بکن، کار کارشناسی تو انجام بده، بعد قاطعانه پیش برو. این قاطعیت لازمه مشورت کردن. یعنی اول مشورت بگیر، بعدش قاطعانه انجام بده، مردد دیگه نباش وقتی این کار انجام دادی. اسامه یکی از زنای صدر اسلام از پولدارا دزدی کرد، بعد پیامبر تو خبر رسید، آقا رسول الله فرمود دستشو قطع کنید. اسامه رو فرستادن رفتن، از کله گنده ها بودن دیگه، از پولدارا بودن، از جامعه ثروتمند بودن، از نخبگان اقتصادی جامعه بودند. گفتن اسامه بیا برو پیش پیامبر، تو رو قبولت داره، بهش بگو فلان. اومد پیش پیامبر گفتش که آقا اینا دیگه ردیف کن، حالا فهمیده دیگه، حالا اینا دزدی کرده. بعد حضرت فرمود یا اسامه اتشفع فی حد من حدود الله، آیا آمده ای شفاعت کنی در حدی از حدود خدا؟ تو چقدر نترس شدی، یعنی چقدر احمق شدی، چی کار داری میکنی؟ به خدا قسم اگر فاطمه این کار را کرده بود دستش را قطع میکردم. یه چیزی گفت که دیگه دهنا رو بست، چون میدونستن نگاه آقا رسول الله به فاطمه چیه. میگه ببین دل دوز نباش، تو این سیستم بهش یاد میده، یه سیستم دوزی، یه شغله، اینجوری بهش جا میندازی، یه شغله که تو قسمت پایینی باشی آسیب پذیره، بری بالا دیگه خیالت تخت. تو داره خودت آموزش میدی به این. قاطعیت در برخورد با همه باید اینجور باشه، هیچ شوخی وجود نداره. برعکس اونی که جایگاه داره، اونی که معروف، اونی که بیشتر دزده، بیشتر رو پدرشو در بیاری. باید چنان قانون این آدم رو لهش کنه که مردم عشق کنن، بگن ببین. اون وقت مردم به دزدی نگاه میکنن، به قانون نگاه میکنن، میگن این بابا، این قانون، قانون شخصیت حقوقی، این شخصیت حقوقی زورش از همه بیشتره، از پول هم بیشتره، از پارتی هم بیشتره، از فامیل فلانی بودن هم بیشتره. اینو من بیشتر باید بگم. میگم مورد بعدی، آقای مسئولی که در رده های بالایی قرار میگیری، مراقب خودت و فک فامیلات باش و نزدیکانت، نه الزامن حالا فامیلت، دوستت، کسی که تو نمیدونم باجناقت، نمیدونم بچه خواهرت، چه میدونم دیگه، میرن تا یه جا تا ده تا متنعم میشن دیگه، حواست به اونا باشه. بعضی سوزنا هستن خودشون خوبن، سوزن تیزن، اما ده تا نخ بهشون آویزونه. خودتو چک کن. نزدیکان مسئولین در جمهوری اسلامی و در نگاه اسلامی باید سختی بکشند و ماجورند و ثواب میبرند بابت سختی کشیدنشان. آقا حضرت موسی اومد، دید این جونورا گوساله دارن میپرستن. خب حضرت هارون مقصر بود؟ نه. حضرت موسی شک داشت که مقصره؟ نه. چیکار کرد حضرت موسی؟ حضرت هارون ریش و موش رو گرفت، کشید سمت خودش، اجر روح اله، کشید سمت خودش، گفت چی کدو تو چی کاره بودی اینجا؟ این اتفاق افتاد، داد زد سرش. برخی تفاصیل میشه که بلندش که کوبیدش زمین هارون. اونی که کتک زدم ثواب کرد حضرت موسی به خاطر این کار، اونی که کتک خوردم ثواب کرد. حضرت دیدین بچه‌ها تو کوچه بازی میکنن سر زوره، طرف میاد یکی میزنه تخت کله بچه خودش، بقیه همه بچه‌ها در میرن، یعنی بچه خودش رو زد ما رو بیچاره کرد. حضرت موسی اینجوری کرد دیگه، بی گناه این جریان، یعنی حضرت هارون رو کشید سمت خودش، داد زد سرش. اونایی که گوساله پرستیده بودن همه گفتن بدبخت شدیم، رفت بابامونه در میاره، باباشون هم در آوردا، گفت فقتلوا انفسکم، شماها زمانی کفاره گناهتون میدین که با شمشیر گفتید به جونم هم دیگه بکشید. گفت دو گروه بشه شمشیر بکشیدن بگرد بکشید. گوساله رو سوزون به خوردشون داد، اون تیکه های همش که طلا نبوده که، یه تیکه های مثلا چوبی چیزی داشته، این خاکسترش سیاه کرد لبای اینا رو، ولی گفت این لب سیاه ها هم دیگر بکشن. حالا بعضی اینجوری میگن،
سوره احزاب آیه 28. ای پیامبر به همسرانت بگو اگر زندگی دنیا و زینت آن را میخواهید بیایید تا چیزی از دنیا به شما بدهم و رهایتون کنم. طرف میگه من زن پیغمبرم، سختی کشیده بودن همسران پیامبر، همه تو جامعه اسلامی جنگا صورت گرفت، غنیمت اومد، دو تا از همسران پیامبر حالا اسمشون کاری ندارم رفتن گفتم ما غنیمت بگیریم دیگه. آیه اومد گفت حواستون جمع باشه ها، شما زن پیغمبر شدی که سختی بکشید، بیشتر از بقیه، بیشتر از بقیه تو باید سختی بکشی. گو اگه دنبال اینجور چیزایین مثل بقیه مردم، یه پولی به بقیه دادم به شما هم بدم، پیامبر تمام غنیمت‌ها رو پخش کرد بین مهاجرین، ببین هیچی نداد، گو اینا بهتون بدم بعدش هم چی؟ طلاق، برو خونه بابات. خدا وکیلی جیگرشو داری بزنید اینجوری به آقای مسئول چرت و پرت گفت بگی برو خونه بابات؟ این قرآنه دیگه، این قرآنه، خودم نمیگم که. بعد ببین چی میگه، طلاق نیکو و بی سر و صدا. آخر آیه میگم چی؟ بی سر و صدا میفرستم بره خونه بابات، هیچی آب و آب تکون نخور، برو خونه بابات. اومدی اگه با محمد بخوای زندگی کنی من جز سختی نخواهی کشی، تو بیشتر باید سختی بکشی، تو باید بخشی از این بار را به دوش بکشی. حضرت هارون کتک خورده ثواب کرده، حضرت موسی کتک زده ثواب کرده، نزدیکان مسئولین شما هم مأجورید. بله آقا بچه رئیس جمهوره نمیتونه هر مدرسه ای بره، نمیتونه هر دانشگاهی بره، هر شغلی بره. بابا ببین وقتی نفر رئیس جمهور شده یعنی آی کیوش بالا بوده دیگه، یعنی به لحاظ ژنتیکی احتمال اینکه بچه همچین آدمی هم زبل باشه هست، درسته؟ اما میگه تو اگه بری مردم نکنه نگاه، میگه آ نگاه کن بچه‌شو برد گذاشت کجا، میگه چون همچین شبهه ای ممکن است به جامعه اسلامی وارد بشود، اجتنب من مواضع التهم، جایی که مورد تهمت قرار میگی میگه اجتناب کن، من ببینم یه پول اینجا گذاشتن بعد من هی اینجا چپ چپ نگاش کنم، هی اینجا نگاش کنم، یعنی میام این دوین میگم با وردارین پولا رو دیگه، من بیکارم میرم فاصله بگیرم ازش. یا مرد و زن نامحرمی توی جای قرار گرفتن در باز بعد بزنن اسلامیش، درو حالا ببنده، هیچ اتفاقی هم نیافتاده ها، میخواسته صدای مکالمه شون مثلا خصوصی بوده بیرون نره چی، اما پس برای که اونجا اینا برای چی درو بستن؟ تو مقصر خودتی، نوش جونت هر چه حرف دارم واسه درست میکنم. بعد تو آیه 30 چی میگه؟ میگه ای زنان پیامبر، اینجاش نگاه کنید عجیبه، ای زنان پیامبر هر یک از شما که عمل زشتی انجام دهد عذابش دو برابر خواهد بود. میگه با شما دو برابر حساب میکنم و این بر خدا آسان است. چرا؟ چون ببین یه موقعی هستش یه آدم عادی میاد یه کاری میکنه، یه موقع هست یکی هستش که الگوی اجتماعیه، اون فرق میکنه با بقیه، میگن ای نگاه کن پسر فلان مسئول رو ببین، ای داداش فلان مسئول رو اینا. این البته استنباط میشه ازش استخراج کرد که برای بقیه افرادی که الگوی اجتماعی هستن باید حواسشون جمع باشه. یه موقع هستش یه آدم عادی تو خیابون سیگار میکشه، یه موقع یه روحانی سیگار میکشه، یه موقع هستی استاد دانشگاه سیگار میکشه، یه موقع هستش یه هنرپیشه سیگار میکشه، این روی این جوون بیشتر اثر میذاره، میگه نگاه کن فلانی عجز. برای چی این کسایی که میخوان تبلیغ مثلا سیگار بکنن میان میدن دست هنرپیشه یا آدم معروف، واقعا چه الگوئه؟ میگه دو برابرم تازه باهاتون حساب میکنم. زن پیغمبر بودن به این آسونیا نیست تو جامعه اسلامی اینجوریا، جای دیگه شاید نبرن ده برابرم اشغال کنن. براتون میخوام از امیر ملکی کلام براتون بخونم که خود منو دیوانه کرده این شخصیت، این وجود. خب ببین چی میگه، سوگند به خدا اگر شب را بر روی خارهای سعدان بیدار به سر برم و یا در قلها و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محبوب تر است از این که خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگانم ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم. یه برام سخت تر این که اون دنیا بگه چیکار کردی با این بندم، خدا بندش دوست داره دیگه، میگه چرا حق این پای مالش تو اون اداره ها، چیکار تو کدوم گوری بودی مسئول؟ به علی چی میگه؟ چگونه به کسی ستمی روا دارم آن هم برای جسمی که تار و پودش به سرعت به سوی کهنگی پیش میرود و از هم میپاشد و مدتهای طولانی در میان خاک ها میماند؟ سوگند به خدا عقیل گرفت. داستان کیه؟ عقیل اومده جلو با بچه هاش آورده. ببین چی میگه، سوگند به خدا عقیل برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود، برادر مسئول حکومت،
حکومت چه امپراتوری بود، ایران زیر نظرش بود، مصر زیر نظرش بود، روم زیر نظرش بود، فکر کنید کم جمعیتی بود، کم گستره جمعیتی بود. میگه سوگند خدا عقیل برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود و از من میخواست که یک من از گندمهای شما را به او بدهم. میگه گندمهای، نمیگه گندمهای دولت، میگه گندمهای کجا؟ گندمهای شما، یعنی مال شماست، این بیت المال، مال مردمه. کودکانش را دیدم، ببین نزدیکان مسئول کن، کودکانش را دیدم که از گرسنگی موهایشان ژولیده و رنگشان بر اثر فقر دگرگون گشته، گویا صورتشان را رنگ کرده بودند. عقیل باز هم اصرار کرد و چند بار خواسته خود را تکرار نبود. من به او گوش فرا دادم، خیال کرد من دینم را به او می فروشم، به دلخواه او قدم بر می دارم و از راه و رسم خیش دست می کشم. اما من برای بیداری و هوشیاریش آهنی را در آتش گداختم، سپس آن را به بدنش نزدیک ساختم تا با حرارت آن عبرت گیرد. ناله‌ای همچون بیمارانی که از شدت درد می نالند سر داد. یه عقلی داد کشید و چیزی نمانده بود که از حرارت آن بسوزد. به او گفتم هانه عقیل، زنان سوگمند در سوگ تو بگریند. از آهن تفتیده‌ای که انسانی را به صورت بازیچه آن را سرخ کرده ناله می‌کنی، اما مرا به سوی آتشی می‌کشانی که خدای جبار با شعله خشم و غضبش آن را برافروخته. میگه از یه آتش کوچولو که من گرفتم، اونم نزدیک دستت کردم، اینجوری عربده می‌کشی، بعد اون وقت می‌بینی که من خدا، اون آتشی که خدا برافروخته اونم توی جهنم. تو از این رنج می‌نالی و من از آتش سوزان نالان نشوم؟ ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه جلد 11 صفحه 250 همین ماجرا رو کوتاه میگه، تو 5 خط خیلی جالبه. میگه عقیل خود برای معاویه که درخواست نقل جریان را کرده بود چنین میگوید. عقیل رفت پیش معاویه، حضرت علی بهش پول بگید نداد، رفت به سمت کی؟ دشمن علی ابن ابی طالب. آیا نمیتونست حضرت علی بگه بیاد بهتون مال بدم بابا، این دیگه این وقت نره اینا فلان نشه اینا دوشه، اما من تو بهتر بلدت. خود عقیل برای معاویه اینو تعریف کرده، خیلی جالبه. میگه زندگی بر من سخت شده بود، فرزندانم را جمع کردم و به نزد برادرم علی رفتم. گرسنگی در قیافه فرزندانم هویدا بود. به من فرمود شب بیا تا چیزی به تو بدهم. شب یکی از فرزندانم دست من را گرفت و به سوی او برد. پس از نشستن علی به فرزندم دستور داد از آنجا خارج شود. سپس به من گفت بگیر. من خیال کردم کیسه ای از طلاست، دستم را دراز کردم، ناگاه احساس نمودم که پاره آهنی داغ است. آن را افکندم بر روی زمین و صدایم بلند شد. به من فرمود مادرت برایت گریه کند. این آهنی است، مادرت، مادرشون یکیه ها، مادرت برایت گریه کند، این آهنی است که آتش دنیا آن را داغ کرده است. بنابراین من و تو چگونه خواهیم بود آنگاه که به زنجیرهای جهنم کشیده شویم؟ آنگاه این آیه را قرائت کرد، آیه سوره غافر آیه 71 میفرماد که به زنجیر میکشن اونجا تو جهنم فلان. پس از آن به من فرمود بیش از آن چه خداوند برای تو قرار داده است نزد من نیست. عقیل میگوید پس از نقل جریان معاویه در شگفتی فرو رفت و گفت هیهات عقمت النساء ان یولدن مثله. معاویه گفت هیهات، عمرن زنا همه عقیم شدن که بتونن یکی دیگه مثل علی به دنیا بیارن. اعتراف معاویه است، مسئول جامعه. من نمیگم تو علی شو، ای بیسته، اما 18 کشو. من نمیگم تو رسول الله شو، اسوتون حسنه است، تو باید شبیه بکنه خودتو به او. نه این که یک نفر میاد میره مسئول میشه، تمام فامیلاشو میکشه میبره بالا. و این چه وضعیه؟ چطور از آتش جهنم نمیترسید؟ علی میترس از آتش جهنم، قسیم و نار و الجنه است. جهنم و بهشت و علی تقسیم میکنه، او میگه من میترسم از آتش جهنم، تو نمیترسی؟ هیهات بر این خریت، این شجاعت نیست، این حماقته. فراموش میکنیم، فاصله میگیریم از آخرت خودمون. نه فقط نزدیکان، که مدیر اسلامی در کلام اهل بیت و در سیره اهل بیت باید مراقب کارگزاران خودش هم باشه، حواسش به زیر دستی ها باشه. ما تو تهران سوار بیارتی بودیم، این موتوری ها میان تو خط بیارتی، غیرقانونی هم هست میان بعضن، الان یه نردهایی کشیدن پلیس یه موتور ها نیان. بعد
آقا این یه چاله رفت، افتاد توی چاله موتوریه، شروع کرد وسط خیابون فوش دادن به کل، به خود شهردار. حالا چیه بابا؟ یه بابایی توی یه چاله توی یه خیابونی افتاده، از کی میبینه؟ بگو. بالای بالا میبینه. خب این غیر منطقی هست دو، درسته؟ چون اون که خبر نداره ببین همه چاله رو پر کنه که، هفت غیر منطقی. اما مردم اینجوری، تو باید حواست باشه، تو باید حواست باشه. شنیدی ماجرا امیرالمومنین دیگه؟ وقتی یه زنه داشت نفرین میکرد حضرت علی رو، گفت چی شده؟ گفت شوهرم تو جنگ کشته شده، تقصیر علی اعظم بهمون سر نمیزنه فلان. امیرالمومنین از خودش از کی میبینه بگید؟ از خودش میبینه. میاد اجاقشو درست میکنه، رو به آتش میشینه، شروع میکنه فوت کردن، میگه بسوز علی، بسوز، برای جهنم آماده شو، بسوز، تمرین کن با آتش. نمیتونست حضرت علی میگه آقا این حرف دیگه من که نمیتونم پاشم برم تمام کوچه ها رو بگردم ببینم کی کجا شهید شده، خانوادش چجوری. امیرالمومنین شهید رجایی وقتی شد وزیر آموزش پرورش، چه عجیب حرفی گفت. گفت یا 20 میلیون بار در آتش میسوزم یا 20 میلیون بار بهش میروم. 20 میلیون تا دانش آموز داشتیم. گفت من اومدم مسئولیتی به عهده بگیرم، به تعداد تک تک اینها فرصت است برای سعادتمند شدن و فرصت است برای جهنمی شدن. ماجرای شورای قاضی و امیرالمومنین رو بخونید. خونه 80 دیناری رو که وقتی خرید 80 دینار شورای پول داد، خونه خرید، امیرالمومنین نامه نوشت داد و بیداد چیکار داره میکنی. همین شورای میدونی کی میشه؟ این شورای همان شوراییه که وقتی هانی ابن عروه آوردن گفتن ببین نگاه کن، حکم داد، فتوا داد، این همون آدمه ها، این همون آدمه. از اینجاها شروع میشه، از 80 دینار شروع میشه، میره 80000 80000 دینار میشه. وقتی خبردار شد که حاکم بصره، گوش کن، حاکم بصره رفته پاس سفره پولدارا نشسته، پولی از چیزی نگرفته، رفته نشسته غذاشونو خورده، این چی میگه؟ ای مردم، همانطور که من حاکم را بر شما انتخاب کردم، من نیز او را عزل میکنم و در زمان زعامت علی کسی حق ندارد با ظالمان هم معیشت شود. ایشان در فرمان، ببین میگه تو رفتی با این پولدارا نشستی غذا خوردی، تموم شد، فاتحتون. ورش داشت، ورش داشت، میتونست آدم میداشت آقا امیرالمومنین ور میداشت، نمیداشت میگفت دیگه چیکار کنم. بین بد و بدتر کیو میذاش؟ بدو میذاش. چاره نه، تربیت شده نبودن. نامه‌ای که آقا به مالک اشتر میده چیه؟ میگه با کارگزاران فاسدت برخورد کن، برای کارگزاران جاسوس بذار، برای جاسوسات هم جاسوس بذار. خیلی حرفها. میگه تو بین نیروهای کاری یه جاسوس بذار، شبکه جاسوسی بذار، برای تو خبر ببینن چیکار دارن میکنن. بعد ممکنه همینایی که الان جاسوس تو هم، چون خودشون کسی نیست بالاتر اینا رو نگاه بکنه، اینا خودشون هم فاسد بشن. میگه باز یه شبکه دقیق‌تر، ریستر بذار که زیر نظر خودتن که میشناسیشون، باز اینا رو جاسوسمون بذار. یعنی ما یه اطلاعات داریم، باز یه چی داریم؟ یه حفاظت اطلاعات داریم. الان ما تو ارگان‌هایمون که خیلی جالبه، حفاظت اطلاعات داریم، کمتر مشکل داریم. یعنی فرمان امیرالمومنین اجرا شده ها، یعنی خود اون اطلاعاتی زیر نظر یه جایی به اسم حفاظت اطلاعات که دست از پاخر رو بالاخره یه نیروی امنیتیه، او خودش همه رو داره چک میکنه، کی میخواد او رو چک کنه؟ در مورد تمام کارگزاران آقا امیرالمومنین نکته داشته، همه اهل بیت، چون امیرالمومنین تونست حکومت تشکیل بده نمود داشته. ای پسر حنیف، به من خبر رسیده که بر سر سفره رنگارنگ دعوت شدی و شتابان سوی آن رفتی. گمان نمی کردم که به مهمانی عده‌ای بروی و با آنان همساز شوی که مستمندان و نیازمندان را از خود می رانند و اشراف و اغنیا را به خود می خوانند. ای پسر حنیف، بدان که امام و رهبر تو علی از دنیای خود چیزی جز دو پاره لباس و دو قرص نان بر نگزیده است. البته بدان که نه تو و نه هیچ احدی نای چنین زندگی را ندارد، ولکن مرا با پرهیزگاری و پاکدامنی و تلاش و کوشش یاری کنید، عینونی کمکم کنید، بالورع و الجهاد و العفت و الصداد، میگه کمکم کنید. میدونم مثل من، امیرالمومنین منطقی میگه، میدونم نمیتونی مثل من بشی، اما حواست باشه تو امام تو بدون اینه، علی اینجوریه.
وقتی طرف رفاه زده بشه، وقتی طرف براش هی در ماشین باز بکنن، وقتی طرف هی از خط ویژه ببرنش، وقتی طرف رنگ ترافیک رو نبینه، وقتی طرف صف نونوایی رو درک نکنه، وقتی طرف تو مترو توی مارمزون نبینه چه چهار نفر بعد اینو بچپوننش تو مترو، آرام آرام از مردم فاصله میگیره و این بزرگترین خطری است که مسئول جامعه اسلامی رو خطر رد. اون رو تهدید میکنه. 10 بار برات در باز بکنه، خدا شاهد توهم میگیردت. بعد مراقب باشی. نه آقا قبول، یه جایی هستش گیر کردن، خب در باید بکن که سری بری بشینی. این فرق میکنه با اون که یه جای دیگه به یه مرحله برسی وایسی واکن دیگه. 10 بار استاد بهت بگن، دکتر بهت بگن، با ماشین خاص اینور اونور ببرن، توهم میزنی. ما همین مشهد که دعوتمون کردن، اول که فرودگاه اومدن، دفعه اول با زانتی اومدن. همین دیگه ما رو دعوت کردن. بعد دفعه دوم با سمند اومدن. دفعه سوم ماشه یادمه، دفعه سوم با پراید اومدن، دفعه چهارم با پیکانوانه اومدن. دفعه بگم با موتور بیان، لما موتورم بردن ما را از اینجا. امیرالمومنین در نامه 43 نهج البلاغه ببین چی میگه به کارگزارش. ببین چی گزارشی از تو به من دادن که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آوردی و امام خیش را نافرمانی کردی. خبر رسیدی که تو غنیمت مسلمانان را که با نیزه ها و اسب هایشان گرد آمده و با ریخته شدن خونشان به دست آمده به اعرابی که خیشاوند تو هستند داده ای. میگه طرف رفته جنگیده، خون ریخته، غنیمت آورده، داره به فک فامیلات، طرف لب مرز داره میجنگه. میدونید ما تو سال چند نفر شهید داره لب مرز داریم میدیم؟ دستگاه های امنیتی ما میدونید چقدر شهید میدن؟ صداشون هم در نمیاد. یه موقعی هست انقدر اینا مظلومن که خانوادهشون هم نمیدونستن این آدم این کاره بوده. میگن شوهر تصادف کرد. پاکستان هر روز داره بمب میترکه. عراق هر روز داره بمب میترکه. درب داغون دور بر ما. نمیتونن جمهوری اسلامی کار بکنه بخاطر اینکه دستگاه امنیتی ما قوین. بیرون خونسا میکنن ماجرا رو. بیرون این مرزها. شهید ما داریم میدیم صدا دن. او باید بره شهید بشه که این آقا بچهش ول بگرده واسه خودش. این خطرناکه. اصلا بمب جمهوری اسلامی همینه به خدا واسه. فاتحه جمهوری اسلامی رو همین میخونه. 8 سال جنگ هیچ کارمونه که قوی ترمونم کرد. اما این پدر در میاره. آگاه باش حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستن در تقسیم بیت المال مساوی است. همه باید نزد من آیم و سهم خود را از من گیرن. پس باید در استفاده از بیت المال رعایت عدالت را کرد و تا ادامه ها خود نامشون. طرف والی فارس شد، خبر دادن که آقا فلان کرده. نامه ها رو برید بخونید. الان من فرصت ندارم دیگه، گذشتم. فقط ابن حرمه رو میگم براتون. ناظر بازار اهواز بود. شبکه اطلاعاتی رو ببین تا کجاست. ناظر بازار اهواز یکی از شهرهایی که تو اون امپراتوری وسیع که میگم مصر و لیبی و تونس هم بوده، بگی بیا تا این ور، برو تا ترکمنستان و ازبکستان و اینا، چی کشور وسیع، نگاه کن چی میگه. هنگامی که به رفاعه میده، به فرماندار خودش دعواز، میگه ناظر بازار تو این کارو کرده، بیورزه چی کار داری میکنی؟ من اینجا خبر دارم. ببین چی میگه. هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن حرمه را از نظارت بازار بر کنار دار و چیکار کن؟ او را به مردم معرفی کن، به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز. کی این حرفو داره میزنه؟ همون کسی که اصلا اهل بیت چی میفرمان؟ آبروی مؤمن از خونه کعبه بالاتره. اما میگه مؤمن نیست، این با پول مردم داره، با اقتصاد مردم داره بازی میکنه. پول که این ورون ور بشه، دین و ایمون این ورون ور بشه. میگه آبروشو ببر و به همه بخش های تابع اهواز بنویس که من این گونه عقوبتی رو برای اون معین کردم. یکی زده زیر گوش یارو. آقا امیرالمومنین میگه برو همه جا پخش کن، برو بگو علی اینجوری زدینو تارمارش کرد که اگر این باب بشه دیگه نمیشه جمعش کرد. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خار میشوی و من به زشترین صورت ممکن تو را از کار برکنار میکنم. خدا و خدا آن روز را نیاورد. به خود رفاعم میگه حواستو جمع کن، اگه پا تو کج بذاری ببین چی کارت کنم. چون روز جمعه رسید، او را از زندان درآور و 35 تازیانه به او بزن. در بازارها بگردانش.
یه عرض لباشو میچرخونیم، میگن دزد اقتصادی رو بر بچرخون، در بازار بگردان و هر کس گواهی آورد که از او چیزی ستانده است، رشوه داده گرفته چیزی، او را با گواه قسم ده و مبلغ را از مال خود ابن حرمه بردار، یا پول خودش با آنها پس بده و صاحب آن بپرداز. این رشوه گرفته بوده دیگه، میگه پول خودش بگی پس بده و دوباره او را خار و سرفکنده و بی آبرو به زندان بازگردان. پاهایش را در بند گذار و تنها برای نماز باز کن. گفت تو زندان باز پاشو ببند، فقط برای نماز باز کن. فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک یا زیراندازی آورد به او برسان، میگه خوردن خاص بهش بده. عجیبه ها. امیرالمومنین به ابن ملجم هم میگه برای اینم شیر ببرید و مگذار ملاقاتی داشته باشد تا مبادا. اینجا رو دقت کنیم، زبونم به زور گرفتم خدا شاهده، آخرم از سر خودم به باد میدم. و مگذار ملاقاتی داشته باشد تا مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد بدهم. یه با بهانه‌های مختلف نکشونش برای یه جایی بیان پرزنتش کنم. ببینید الان تو زندانی اینا مریض شدی و بیماری قلبی گرفتی اینا را به یاد میدن. علی گفته بوده، به رفاعه نوشته بوده، خوندیم آقای مسئول خوندی؟ و اگر دانستی که کسی چیزی به او آموخته است که به مسلمانی زیان میرساند، به یه مسلمانی زیانی میرساند، او را نیز تازیانه بزن. میگه همین رو برای سر اون یکم بیار و زندانی کن تا توبه کنن. شبها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنن. یه هواخوری هم بیار بندگان خدا رو زندانیان، به غیر از او را. مگر بترسی که بمیرد. اگه داره میمیره خفه خون گرفته خفه میشه. یه چه جالب به تو میگم، اولین کسی که زندان رو از زیر زمین آورد بالا آقا رسول الله امیرالمومنین بودن. خوب بدونید بقیه سیاه‌چال داشتن تو تاریخ ها، تو کل تاریخ، تو کل دنیا اولین کسی زندان تو سیاه‌چال کشید آورد رو سطح زمین آقا رسول الله بودن، که آقا رسول الله فرصت نکرد این کارو انجام بده، آقا امیرالمومنین اجرایش کرد. بین همه سیاه‌چال بودن، بعد از امیرالمومنین دوباره سیاه‌چال کردن. در این صورت او را نیز با دیگران به حیات زندان بیاورد و اگر دیده هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس 30 روز 35 تازیانه دیگر بجز 35 تازیانه نوزه نخستین به او بزن و برای من بنویس که درباره بازار و نظارت آن چه کردی. بگو نتیجه چی شد، بگونم نظارتت رو بازار هنوز درسته یا نه. و پس از این خائن چه کسی برابر نظارت و پس از این خائن چه کسی رو برای نظارت برگزیدی. در ضمن حقوق این فرد رو هم قطع کن. گویا خیاط نره حقوقش بخواد ادامه بده. طرف زده به مملکت، خب هنوز داره حقوق میگیره. به خدا زندانی بوده اومده بوده هنوز داره حقوق هیئت علمی دانشگاه میگیره. او خول نزنه به مملکت، باور کن میام قیافمو که شطرنجی میکنه. ببین این زمانی که مشخص این آدم کیه ها، ببینید ما یه حرفی داریم، یه آبرویی که آقا تو مملکت ما برعکسه، یعنی بدبخت جرمش اثبات نشده شروع میکنن. آره بالاخره میگم ها. او یکی میگه، یکی میگه، اون به اون میگه، این به این میگه، تو برو خودتو جمع کن، تو برو اینو جمع کن، یه حرفا شروع میشه. از این طرف اونی که دزدیده کامل چاپیده برده خورده قشنگ مشخصه کیه، راست راست میشه. این بده دیگه، این دقیقا عکسه. ما میگیم ببین رهبری چی فرمود، فرمود که تا مطمئن نشدی دستگاه قضایی فتوا نداده حکم نداده آبروی هیچ کس نبره. اینا خانواده دارن، به آقا اشتباه کردیم ببخشید، کی میخواد جمع بکنه این بچهش میره. اما اگه دیگه مشخص شد، یکی از عقوبت های اسلامی تشهیره، یعنی شهرش کنه قشنگ بفهمونی که این آبروشو ببری. مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 403. اگر دخترم در استفاده از بیت المال اسم آریه را نمی آورد، حتما دست او را قطع میکردم. ماجره اون گردم منی که دختر امیرانمون میخواد بره قرض بگیره، دستش را قطع میکردم. حل معیشتی مشکل مردم، مورد بعدی که باید یک مسئول باید در نظر. مردم بابا نون شبشون باید برسه بهشون. من نمیگم مردم نون شب محور بشن ها، مردم حاضرن، در مردم مسلمان حاضرن 3 سال شیعه ابی طالب ببینن برای هدف والای خودشون، اما قرار نیست که همه شیعه ابی طالب باشه که، درسته؟ در زمان پیامبر ما تو جمهوری اسلامی تا الان شیعه ابی طالب به خدا ندیدیم. کجا 6 نفر یه دونه خرما خوردیم؟ آقا امیرالمومنین یه 6 نفر یه دونه خرما می‌خوردیم، سنگ به شکم رو می‌بستیم که معده‌مون کوچیک بشه کمتر احساس گرسنگی کنیم. کی این کارو کرد؟
از اون ور فاسد میشه سیب زمینی یا دست کشاورز، از این ور سیب زمینی که 2000 تومن 3000 تومن. بی ارزگی مدیرانه که اینو برسونن دست اون. کجا شعبه عبیتر مثلا نبود ماده غذایی، اینجا هست بلد نیست برسونه دست اون. الان میگن طرف با مازراتی میاد میره 1 میلیارد و نیم 2 میلیارد ماشینه، عجب ماشینی داره اینا. اجازه این کار نیست تو جامعه اسلامی اینا، ای قرآنه نمیدونم. یعنی شما حق نداری بگی ماشین خودم ببری تو پایین شهر بچرخه باشه، حق نداری بگی مال خودم نمیشه. اینه کسی که ببخشه معذرت عذر میخوام مدفوعش بگی تو دستش تو خیابون شروع چرخیدن، بیا مرتی که چیکار داره میکنه، بیا مال خودمه. چه بسا این خیلی زشتر و کریهتر و کثیف‌تر هم هستش، چون مدفوع شکلش اونجوریه، زینت داده شده برای ما دیگه. و کسانی که دارای علم بودن به ایشان گفتن وای بر شما، پاداش خدا بهتر است برای آن کسی که ایمان آورد و عمل صالح بکند. خلاص میگه پس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم، خسف شد زمین، دهن واکر رفت تو زمین، دوباره بسته شد، له له شد، کن لم یکون شیئا مذکورا، از قارونی نبود، با کل داراییش برد زیر زمین له کرد که او را یاری کند و هیچ کس را نداشت که او را یاری کند، چون غیر از خدا یاوری نیست و خودش هم از ممتعین نبود. میگه کسانی که دیروز، بعد ادامه 82 گوش کنید تمومش کنم اینو، میگه کسانی که دیروز آرزو میکردن که به جای او باشند، میگه وقتی این صحنه رو دیدن تا دیروز میگفتن لذو حزن عظیم، چی گفتن؟ گفتن واه، خیلی وای میگه قرآن، وای کانه، میگه وا گوی خداست که رزق را برای هر کس از بندگانش بخواهد وسعت میدهد. میگه نه راستی انگار واقعا روزی دست خداست ها، یعنی از دستشون رفته بود روزی دست خداست. وقتی امثال قارون رو میدیدم گفتم روزی دست خدا بگید نیست، میگه این حرفا چرته، پول بهم بده تا برم زن بگیرم. به این نتیجه میرسه طرف، میگفت نه واقعا انگار روزی دست خداست ها، برای هر که بخواهد تنگ میگیرد، یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا ان امن الله علینا لخسف بنا، اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را هم در زمین فرو می برد. گویی که کافران رستگار نمی شوند. میگه الحمدلله زنده ایم، زیر خاک نرفتیم، اینا خوبه. بعد گفتم قرآن پول فارغ، قارون رو بکشید، قارون رو له می کرد، بقیه پولا رو تیکه تیکه برید حالشو ببرید. خب این اثر روی مردم نذاشه، چون اون پوله رو بهش میرسید. گرفتی چی شد؟ توی یکی از این کشور اروپایی که از این بندگان خدا دوستان ما رفته بود، میگفت 4 لاین مثلا 3 لاین یا 4 لاین ترافیک عجیب غریب، بعد یه لاین تا ته باز. میگفت ما ایرانی اونجا عقده ای میشه، نه که عادت داریم بزنیم در این لاما، یه نگاه میکنه آقا برو فلان، میگم برای نیروهای امنیتی و برای فلان اینا نمیشه، آقا برو بی خیال. میگه ببین چیکار میکنن، میگه بعد جلوتر پارکینگی داره، دوربین دارن اینجا، نمیتونی در بری ولا یمکن فرار من دوربین. خب آره، بعد میگه اونجا میگیره، ولی عربا میگه الکامیرا، هم کامرا رو میگه. بعد میگه اونجا میگیره، میگن عزیز دلم هر چطور ماشینت بخوای بردار، مثلا ماشین 1 میلیاردی هم مازراتی تو داری میره دیگه، میگه ور میداری، بعد یه جلو چشت بولدزر میده اینجا میکوبه رو سقف ماشینت، بعد روش رد میشه، رد میشه، بعد کارت اعتباری تو میگیره، خدمی چی شهرداری اولین نزدیکترین شهر باید بیاد آشغال اینو جمع کنه، بعد دوباره میکشه چیه، باید اون رفتگرا بیان جاروهاشو شیشه جارو بزنم، میگه بابا من خودم جمع میکنم، غلط کردم، بعد اف جد آبادم خندیدم نفهمیدم فلان، نه کاری ندارن، ماشینت پراید یا پرادوه ها، کلن اون جسم و جلو چش تو و بقیه له میکنن. یعنی او داره قرآنی عمل میکنه، گرفتی چی شد؟ او داره قرآنی عمل میکنه. در مورد همین که تو چون زن پیغمبری باید بیشتر جریمه بشی، آقای دکتر نقیب‌پور حجت الاسلام مرحوم نقیب‌پور ایشون میفهمه که توی دانمارک کجا رئیس همین شرکت فنلاند و رئیس شرکت نوکیا رو تو فنلاند گرفتن چیز کردن، جریمهش میخواستن بکنن برای یه دونه کمربند، نمیدونم چند دلار اینو جریمه، چه چیز عجیب غریبی. میگفت چون اونا تو قانونشون اینو دارن که اگر طرف معروف باشه باید بیشتر جریمه بده. یعنی همین بحثو رفتن اجرا کردن، در عمل به اسلام از ما جلوتر میشه، چون فهمیده اون ببین میخواد نتیجه بگیره، میخواد جامعش درست پیش بره، اون دنبال اونه. حالا من دارم الگوهای قرن 17 های اروپا رو که رفتن توی آشغالیه واسه خود اروپا، اونها رو دارم بیرون میکشیم بخوام استفاده کنیم.
وقتی این آقای شهرام جیم خب یه کاری کرد، گذاشت در رفت، خیلی پروبازی ها از زندان مرخصی گذاشت در رفت. دید چی جوری آوردنش؟ بد آوردنش، خیلی بد. اصلا نشونش داد اینجوری گرفتنش، دوتا قول بیابونی آوردنش زیر چشش کبوده، احتمال خود نوازشش هم کرده بودن تو را. آره مردم حال کردن، حال کردن. اما من خودم میشنم دانشان گفتم ببین شهرام جزیری برای دزدیش این کارو باش نکردن، چون کشون کارو به فاز امنیتی برد این بلا سر جوردن. گرفتی چی شد؟ باید چنان ببین الان همین دادگاه 3000 میلیارد چند نفر اعدامی داشته، میفهمین این چی؟ یعنی طرف باید بمیره، این خیلی حکم سختی ها. اما چرا رو مردمون اثر رو نذاشت؟ چون قاطعانی یهویی نبود، یعنی مدل ارائهش اونجوری نبود که امیرالمومنین و حضرت موسی و اینا اینجوری میکردن. یعنی میذاشتی کار انجام میدادی، یهویی به مردم گفته آقا یه همچین چیزی شده، این سه نفرم نگاه کنید اعدام. ببینید تلویزیون اینجوری نشون میداد سه نفر رو میزدن زیر پایه، این خبر داشته باش با چهار تا فلان مسئول و به همان مسئول و با اینا هم بسته بوده. اما نتیجهش اینه، فکر نکن با مسئولین ببندی اینه دیگه. اونم کی جرئت میکنه بره سراغ اینجور چیزا؟ گفتم در مورد قارون چی یادت باشه؟ قومو بگو زینت. ببین چی میگه سوره طه 87، لکن و اما ما حملنا افزارا من زینت القوم. میگه گفت گوساله سامری رو با چی ساختی؟ گفت با زینت ال چی؟ قوم. گرفتی چی شد؟ یعنی اگه سامریاتو جمع، اگه قاروناتو جمع نکنی میخوری به طور کیا؟ سامریا. یعنی فتنه مذهبی ریشه بعضن اقتصادی دارد. ببین حب به طلا تو دل اینا افتاد، داشتن می اومدن از مصر می اومدن ببینیم چیکار کردن، گرفتن از مصری‌ها طلا بلند کردن، به همسایه مصریش گفتن گردنبند تو فردا عروسی اینا گوشواره تو بده، میگرفتن فردا جیم زدن همه 600-700 هزار نفر اومدن همین تیکه تیکه ها رو آوردنش کردن گوساله سامری. چقدر قشنگ قرآن اونجا گفت، اونجا زینت و قوم رو کنار هم گذاشت، اینجا هم زینت و قوم رو میذاره کنار هم دیگه. چرا نگفت قشنگ صاف نگفت طلاهامون، گفت من زینت القوم. چند تا نکته دیگه قرآن دیگه، حرف زدن ما نیستش دیگه. مورد هشتم، من 17-18 تا مورد نوشتم، فقط همین رو میتونم جمعش بکنم، فقط اونا رو سرفصلاشو میگم دیگه، آیا روایتش نمیگم. حل مشکل ازدواج جوانان، مگه نه؟ یه صلوات بفرستم که قائلم بر اینه. بعضی هم متأهل به نظر میرسن، اونا هم چی خمیه بچه ولی اینا انشالله اللهم مرزقم. چشم من اینو فقط تمامش کنم، نمیرسیم همون حیفه نرسیم همین نگیم بهتر. اولین بحث بحث مسکنه، یعنی آقا تو الان اومدیش میخوای رئیس جمهور بشی، ما ازت میخوایم، تو باید مشکل مسکن حل کنی. بحث مسکن مهر خوب بوده؟ بسم الله. آره خوب بوده، یه جایی به خدا قسم خیلی فقرا کسی که به خواب شبشون هم نمیدیدن خونه دار شدن. من دیدم، من رفتم صحبت کردم با طرف، آقا ایرادات داره بد میسازن، اینو جبران کن توی که داره علمیه. مگه قرار نشد نقاط قوت ها باقی بماند و نقاط ضعف ها چی بشه؟ برطرف بشه. همینه دیگه، ما جمعیتی نداریم، خواه 70 میلیون چیه که ما مشکل مسکن اینجوری گیر بکنیم؟ یه ساخت مسکن 80 تا شغل حداقل درش دخیله. یعنی اصلا شما مسکن سازی رو حرفه‌ای شروع بکنی، بسیاری از فرصت‌های شغلی به وجود میاد. خب تیراهن میخواد، سیمان میخواد، سیمکش میخواد، کاشیکار میخواد، خب اینا همه میرن مشغول میشن. 80 تا شغل میگن برای ساخت یه خونه دخیله. بعد قانونای درست تصویب شما. الان وزیر مسکن تو فروردین ما، من خودم شنیدم از ایشون رفته برای افتتاحی که همیزیم بحث مسکنای مهر، میگو ما نزدیک 400 هزار تا خونه خالی تو تهران داریم، خونه خالی طرف انداخته. باید یه قانونی تصویب بشه، مالیات درست حسابی رو گذاشته بشه. الان میدین تا میمدن آخه نگاه میکردن میدن مثلا شک میکردن خونه خالی، میمدن بررسی میکردن دیگه، الان یه پرده هم میزنن. مثلا معروف شده تو تهران میگن دیگه، میگن فلانی این خونه پرده ایه، یعنی تو شیشگی نیست پرده فقط زده الکیه. باید یک سیستم نظارت قوی داشته باشه یک دولت، بیاد بررسی بکنه کی داره زیرابی در میره. تعذیرات حکومتی زیر نظر دولت، تو اونجا که من میدونم زیر نظر قوه مجریه است،
باید جدی برخورد کنه. این ور مملکت تو اون ور مملکت یک قرون نباید چیز تفاوت قیمت داشته باشه. یعنی ببین طرف جیگر نکنه گرون بفروشه، یعنی با خودش بگه نکنه اینم از این تعذیراتیاست به شکل یک بچه 5 ساله، دختر بچه 5 ساله اومده تا اینجا. میگم دیگه این حضرت سلیمان وقتی رحلت کرد، بعضی میگن یه روز، یه هفته، 6 ماه، یه سال همینجوری روی این اساس تکیه داده بود تا بیاد این موریان آروم آروم بخوره و اینا. میگن جنه به اون یکی رفیقش گفت ببین این بابا نکنه مرده، دستشویی نمیخواد بره، یه غذایی نمیخواد بخوره، یه نمازی نمیخواد بخونه، همینجوری گفت ببین چی، گفت حمالی تو کن. گفت واسه چی؟ گفت اگه نمرده باشه، اگه فیلم جدیدش باشه چی؟ پوستمون رو کاه میکنه. عملگی تو نیست، جنا عملگیشو میکردن دیگه. اصلا من میخوام بگم یعنی نعوذ بالله مردم ایران از اون افریتا و از اون جنان بدترن. تو سلیمانی عمل کن قاطعانه، یعنی فکر اینم ببین به ذهنش، یعنی فکر اینو بکنه که من الان این گرون فروش رو کردم چه بابایی میخوان ازن در بیارن و نصرفه. این رفیقمون میگه وقتی به من گفتن با چه بلای سر ماشین میارن اونجا، گفتم خب خوبه بشین ولش کن کتاب بده منم بخونم. خب همینه دیگه، وقتی ببینن چه بلایی سرش میارن. کمربند موقع کشتن ما رو که کمربند به من نمیری عزیزم، برای خودته دیگه فایده نداره. همش جریمه رو که بردم بالا الان میشینید بنده آ ببند آ ببند جانم آ نبندی قاطی میکنه. میگم ببند آقا من جریمه پول جریمهشو میدی فلان. بعد همین باشه برخورد جدی. اندازه ما یعنی اندازه لیبی هم نیستیم. همه قذافی گور به گور شده، جووناش کسایی که ازدواج میکردن یه خونه 5 ساله بهشون میداد، گفت 5 سال رایگان برو بشین برای شرط یه ازدواج کنی. اگر طرف بچه به دنیا می آورد یه اتاق هم اضافه میشد به خونه، یعنی اگر مثلا یه خوابه بود میشد 2 خوابه. تا 5 سال این یک چی بگن، یه سوبسیدیه، یه بند پیه برای کسایی که برن ازدواج بکنن، بخش مسکن. و این نمیدونم 70 میلیون مگه این همه خونه وجود داره، این همه زمین، همه خونه سیخکی با ساخته شه. توی زمین اینجوری برای 400 تا 500 تا خونه یه دونه مسجد هست، شهرک زده 2000 واحد خونه اونجاست، یه دونه مسجد نداره. اصلا با جامعه اسلام، با فرهنگ اسلامی سازگاری نداره. مشکل مسکن باید حل کنی، باید این روش مسکن مهر رو ادامه بدی و بهترش هم باید بکنی. اگه ایراد وجود داره ایرادش رفع کن. بیاد نمیدونم قانون بذار که هر کی خونه بسازه من پول تیروان ازش نمیگیرم، نمیدونم پول عوارض نمیگیرم. الان تو برخی از کشورهای اروپایی یک کودک که به دنیا میاد 1 تن سیمان حواله داره. اروپا سیمان حواله سیمان بهش میدن 1 تن. برای چی؟ اون میخواد با این روش طرف میل به بچه دار شدن داشته باشه، دو میل به ساخت و ساز داشته باشه. این چه دقیق، دو اشتغال. نمیره کار نمیره خونه بخره میگه کار ندارم، میخواد بره سر کار میگم باید خونه زندگی داشته باشی، گیر کرده بدبخ این وسط. معصوم فرمود الکاد لعیالک المجاهد فی سبیل الله، کسی که برای زن بچهش داره کار میکنه، برای عیال برای خانوادهش داره کار میکنه، مثل مجاهد در راه خداست. خب بسم الله باید تمرکز زدایی بکنید. همه چی تو همون تهران خراب شده جمع شده. سالها این سیاست شده بود آقا، هر کی میمد تهران به نفعش بود. یه طرف از دهات، من توهین به روستایی ها نمی کنم، از دهات گاو گوسفندشو میفروخت میمد میاد تهران چیکار میکرد؟ یه کار بی خود کاری نبود دیگه. یه حجمه اومد اینجا شد بیکاری. این دقت کنید، این اینجا که اومده تعطیل کرده گاوگوسنشو فروخت، یعنی چی؟ یعنی تولید یه نفر کم شد، این طرف یه دونه مصرف کننده چی شد؟ اضافه شد، دو برابر ضرر کردی. آیه نماینده مردم اصفهان توی مجلس دور اول و دوم، توی اون موقع وزارت بهداشت نبود، بهداری میگفتن، کمیسیون بهداری، ایشون برای خودش برای من تعریف میکرد، میگه ما رفتیم اتریش 15 کیلومتر برای یه گاودار برداشته بودن جاده کشیده بودن، میگفت صبح برای گاوداری که شیرشو میآوردن میفروختن شیر گاواشو، میگفت صبح کامیون شیر میبرد براش، کامیون اسمش در خونه شیر میذارم، گفت 15 کیلومتر میبرد برای شیر میذاره، شیر پاستوریزه. میگفتیم چرا این کارو میکنی؟ میگه از اون وزیرشون پرسیدم، گفت اگه این کار نکنیم اینم یا شهر، من باید برای این روستاییو ببرم چیکار بکنم، امکانات ببرم نیاد، وقتی بیاد اینور میشه بیکاری اونور میشه بیکاری، چون دیگه تولیدی وجود نداره. بعد اینو به جدی کار بکنن.
تأکید ویژه بر صنعت کشاورزی بسیار جدیه. ما هنوز کشاورزیمون صنعت نشده، هنوز معیشتیه. هند 7 میلیارد دلار خرج کشاورزیش کرد، الان یکی از بزرگترین کشاورزی دامداریش کرد، بزرگترین صادرکننده های مواد لبنی تو دنیا شده. آقا مردم دنیا تا شکم دارن ازت جنس میخرن. ها؟ چطور زعفرون رو میخرن؟ پستمون رو چطور میخرن؟ میخواد بخوره. مثلا دنیا سود محوره، شکم محوره، میخواد بخوره. مواد غذایی با این همه جمعیت، این همه سرزمین ما، تنوع آب و هوایی، کشاورزی رو ول کردن، چسبیدن، نه کشاورزی رو درست میشونن، نه صنعت رو پیش میبرن. باید جدی روی کشاورزی کار بشه. دست‌ها، این واسطه‌ها، این دزدا باید قطع بشن. این کسایی که از کشاورز رو بدبخت میکنن میان این طرف. چند برابر قیمت شما من شما باید بریم بخریم. سر کار رفتن خانمایی که از بزرگترین معضلات جمهوری اسلامی، هر خانمی که میره سر کار یه شغل برای از یه آقای هست میشه. ببخشید من حق رو میگم، یه سری شغل هست مال شماست، ما نمیتونیم. معلمی مدرسه برو درس تو بده، پرستاری میتونید، یه سری شغل مال شما نیست، بی خود دارید میرید، دارید گناه میکنید. آقا خانومی شغل نداشته باشه به خدا قسم خانواده تشکیل میشه، اما اگه مرد شغل نداشته باشه خانواده تشکیل نمیشه. دو قبضه داریم ضرر میکنیم. کی این سیاست مزخرفو گذاشته؟ من به این آدم مشکوکم. بعد استقلال مالی پیدا کرده، تقی به توقی میخوره، مهریه اجرا خونه بابام. من ایوین رفتم سخنرانی کردم تو بند زندانی مالی، هنرپیشه اونجا دیدم، من اونجا فوتبالیست دیدم، من یه آدمای اونجا دیدم باورم نمیشد زنش انداخته بهش زندان. چه دلیلی داره یه سری مشاغلی که مردها خیلی هم بهتر انجام میدن همه شو جزو داده خانوما؟ بعضی از چیزای منفی پشت سر این جریانه، دوست داره دور خودش زنا بچرخن. یه ذره بیشتر وا نکنم مطلبو. همین فرودگاه، بارها گفتم اینو، فرودگاه پاتو میذاری فرودگاه تهران، میبینی خانمی واسطه میزنه روی آقا تو رو خدا تاکسی، آقا بیا اینجا تاکسی. اصلا برای من مرد تعریف نشده یه زن منتمو بکشه. یه دوی نصف شب، سه نصف شب، ساعت یک نصف شب، یک و نیم نصف شب من میرسم فرودگاه، این خانم خانواده نداره؟ کی میخواد به بچه های او برسه؟ همینجوری دور میفته دیگه. این بچه نمیتونه درست تربیت بشه، میاد تو جامعه بابای گیر میکنه، فلان هزار جور مشکله. یه سری مشاغل مال خانم ها، من حرفی ندارم، مرد نمیتونه انجام بده، انجام بدید، اما اینا دیگر یه فکری بالش بکنید. این نمیشه. قرآن فرمود لیس از ذکر و کل انسا، مرد جا زن رو نمیگیره عزیز من. یه سری کارا مال زن، حرفی نداریم، اما این توته اسم خدا قسم. بی حیایی، بی شرمی تا جای رسیده طرف توی روزنامه میزنه منشی زن با روابط عمومی بالا. به خدا قسم دانشجو اومده دفترمون میگه رفتم به عنوان منشی، گفتم همه جا میگفتن 400,000 تومان، گفته 700,000 تومان. تعجب کردم، گفتم چقدر خوب، گفتم باشه میام قرارداد اینا رو میبندم و فلان اینجور چیزا. بعد میگیدم شروع کرده مزمز کردم، ببین دیگه اون همه جا الان بیشتر از 300 نمیدم. یا من گفتم چرا، یه جا 400 دارم. گفت پس حالا 400، اون 300 اضافهش میدین پول چیه؟ میگه رسما تو چشم من نگاه کرد، پیشنهاد بیشرمانه به من داد. ناموس مردم بره اونجا؟ یه شغل یه مرد هست بشه، مرده نمیتونه خانواده جوان دنبال بیکار داره میچرخه. تو دونه دونه کارخونه ها، شرکت ها، ادارات همینطور دارن زن میارن، میصرفه دیگه، چه کمتر هم حقوق بهشون میدن، خوب سرشون داد میزنن. این باید قانون بشه. میگه من آقا من تو بازار دارم کار میکنم، من آدم اقتصادی ام، برام میصرفه 10 تا کارمند زن بیارم تا 10 تا کارمند مرد بیارم، کمتر حقوق میدم. اگه من دولت، مگه من مجلس درست قانون بذارم که تو در مقابل نیروی کار مرد بیمه کمتر بدی، کار زن دو برابر بیمه بدی، یعنی اینجوری یک بندایی رو بذارم تو خودت مرد میاری؟ همه کارا ما مردو بهتر از شما انجام میدیم. آشپزی بهترین آشپزا مردا، خیاطی بهترین خیاطا مردا، آرایشگری حالا تو جمهوری اسلامی نمیشه و اینا تو اروپا برای همین زنا مرد آرایشگری میکنن. یعنی هیچ عاقلی شام عروسی رو دست زن نمیده. اما چون اصلا وظیفه شما این کارا نیست. اینم گفتم روز مرد بود، کیف بکنید.
آقا میدونی چرا گفتم این کار رو بهتر انجام میدید؟ به خاطر اینکه کار شما ها اینا نیستش. شما باید بشین تو خونه امر بفرمایید. خب به یاد آور زمانی را که همسر عمران گفت، مادر حضرت مریم، پروردگارا من نذر کردم که آنچه در رحم دارم محرر یعنی خالص خدمتکار تو باشد، از من قبول کن که تو آری تو، تنها تویی که شنوای دانایی. گفت یه بچه میخوام پسر به هم بدی خدمتکار تو باشه، توی معبد بتونه خدمت تو رو کنه. زن تو معبد را نمیدادن، خدا نذر کرد موقع باردار شدنش مادر حضرت مریم، همین که وزل هم کرد دید دختره. گفت پروردگارا من او را دختر زاییدم، من نذر نکردم پسر بشه، چرا اینطور شد؟ بعد ببین خدا چی جواب میده. و خدا از خود او بهتر میدانست که چه زایده، و معلوم است که برای خدمتگزاری معبد تو پسر چون دختر نیست. میگه مشخصه که اصلا دختر را نمیدن تو معبد. اما و من او را مریم نام نهادم، و من او و نسل او را از شیطان رجیم به تو پناه دادم. خدا گفت من خدا فهمیدم تو چی میخوای، این خواسته تو با بچه دختر محقق تره، باید اول یه زنی بیاد که بتونه یه عیسایی رو تربیت کنه. گرفتی چی شد؟ بعد ما این زنه رو حس کنیم، نقش تربیتیشو بگیریم، این زن دیگه فرصت داره بره تو خونه برای بچهش وقت بذاره، نقش تربیتیشو بگیریم. بعد بچه‌ها برن کجا؟ موندیم رو چیکارشون کنیم؟ بابا هم سر کار، اینم سر کار، چیکار برن مهد کودک؟ مهد کودکی که دیشب براتون حلش کردم، گفتم نه همه مهد کودک ها، مهد کودک خوبم داریم، باز نه یکی جامعه مهد کودک داران بیان من شکایت کنن، من بگید ما برای دیگه همینجوری گور رو گور پشت سرم. خود ازدواج ببین عزیزم، قرآن گفته با من، خدا گفته با من، نور آیه 32 دستور بسیج ازدواج داد. جامعه که پیامبر توش اومده فساد بیداد میکرد، 8 مدل فقط اینا زنا داشتن. نکاح الجمع 10 نفر با یه زن، نکاح البدل زناشون رو با هم عوض میکردن، نکاح نمیدونم چی 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 چی. پیامبر تو این جامعه اومد سر چند سال تمام اینا رو جمع کرد. چطوری جمع کرد؟ فکر کنم معجزه کرد از آسمان چیز آورد؟ نه خیر، عقلانیت. اول فرمان داد این آدمای بی خود جمع کردن، بعد دو چیکار کرد؟ دستور بسیج ازدواج داد. سوره نور آیه 32 دختران و پسران و غلامان و کنیزان عذب خود را اگر شایستگی دارن نکاح نمایید، اگر تنگ دست باشن خدا از کرم خیش توانگرشان خواهد کرد. گفت من خودم قول میدم به خاطر بی پولی نترسید، برید جلو، من خدا پول بهتون میدم، یا من خدا راستگو هم یا دروغگو، پس دوم که نیستم نعوذ بالله، زبان من لاله، پس خدا راستگو، اعتماد کنیم به خدا. اما وقتی امثال قارون ها تو جامعه باشن دیگه اون اعتماد به خدا هم از بین میره دیگه. کی میگه اینا بعد بیان؟ آقا ببین یه چیز، من یه استدلال دارم، چقدر باید تخصیص بدیم برای ازدواج جوان ها؟ به اندازه معادل بودجه فرهنگی کشور. چرا؟ چون حضرت رسول فرمود من تزوج فقط احرز نصف دینه. میگه اگه میخوای نصف دین یک نفر رو حفظ بکنی، نصف یکی دست خودش، یکی هم بحث تربیتیش، کلی میخواد تربیت کنه دین داشته باشه دیگه، خب کار فرهنگی کنه که این دین داشته باشه دیگه، میگه نصف دینش با ازدواج. خب چقدر تو بودجه ازدواج گذاشتی؟ باید سهمیه ویژه برای متأهلین در نظر گرفت. دانشگاه میخواد بره، از دانشگاه کارشناسی ها به فکر نکنی، از کارشناسی ارشد دکترا، نه خیر، از همون کارشناسیش با سهمیه بذاری. باید کسی که متأهله خوشخوشکانش بشه تو جامعه. آقا نامردی برو زن بگیر، تو هم برو استفاده کن از این برد، نمیگیره قد درک که نمیگیری، استفاده نکن. اما دقیقا الان یه جوری شده که داره ازدواج بگید نکنه، برای اینکه نمیتونه مشکل اقتصادش رو حل بکنه، مشکل ازدواجش حل کنه، مشکل مسکنش حل کنه، میاد چی سیاست گذاری میکنه، میگه بذار یه 4 سال اضافه تر اینا درس بخونن دیرتر ازدواج میکنن، ما فرصت بدیم. آقا 4 ساله شد همه شدن لیسانس، تحصیلات عالیه رو بیشتر اینو بکنیم فوق لیسانس، اینا تا پروفسورا میخوان جوانای ما رو ببرن، مدرک گرایی، دختر فوق لیسانس گرفته اومده تو خونه، دختر فوق لیسانس گرفته اومده تو خونه، سنش گذشته، جوانی که 16 سالگی به سن بلوغ رسیده 30 سالگی میخواد ازدواج بکنه، 14 سال با میل جنسیش چه کرده؟ گناه کرده یا بیخود سرکوبش کرده؟ تقوا رو من قبول دارم، میگه نمیتونی تقوا پیشه کنی، اما این شرط اصلش این نیست، از خواست تو تقوا پیشه کنی. برای همونم باز نمیدونم ازدواج مجدد و چی و چی چی اسلام در نظر گرفته، اصل بر ازدواج دائمه، شرایط رو باید براش فراهم آورد. با طرف همینا متاسفانه بیرون با هم ارتباط نامشروع داره. خب بابا چه جوریه؟ طرف میگه من برای چی؟ یک پسر ببین چقدر بی‌شرمی، ببین تا کجا؟ یه خانم دقت کن الان،
اومده میگه که میگم خب تو گناه نکن. میگه نه من این فلان گناهو دارم انجام میدم. عزمون زنا دارم میکنم. میگم خب گناه نکن فلان. یه گیر کردم گفتن خب برو لاقل ازدواج موقت کن. گفتم مگه خولم ازدواج موقت کنم؟ گفتم برای چی؟ گفت تو ازدواج موقت هم رفتم تتوشو درآوردم. بعد پول خرج طرف کنی. بعد نفقه بهش بدی. اینجا اسمش دوست دخترمه. هی خرش میکنیم یه رستورانی میبریم یه نهاری بهش میدیم و یه کافی شاپی میریم و همینجوری هم باش هستم. بعدش که دیگه یه بهانه ای به هم میزنیم اونم سی خودش منم سی خودم. پولام خرج نکنم چه من خودم. نگاه وقتی انقدر پلید بشه کثیف بشه از اون جامعه ای که اینا بشه مصدر فکری از توش چی میخواد در بیاد؟ شهادت طلبی بیرون میاد از توش اون کسی به امام زمان فکر میکنه؟ اینا ایراده. فقط اینا یه سرفصل رو بگم. دستگاه نظارتی عالی برای برخورد با مجرمین علل خصوص اقتصادی. ده حرمت انسان‌ها و امنیت روانی اجتماع باید حفظ بشه. بی‌اعتمادی نباید باشه، روحیه نفاق نباید باشه، روحیه تزاحم و مزاحمت‌های بیخود نباید باشه. 11 آزادی بیان در حدود و ثغور عقل و شرع. اونجا که آزادی محض خود متناقضه، یعنی خودش رو نقض می‌کنه. خب آزادی در حدود شرع و عقل. یه فرصت نیست بگم منظورم چی بوده. حفظ شأن اسلامی در برابر دیگران. رئیس جمهور یک کشور نماد یک کشوره. وقتی میری اونجا خودش نیست، حواسش باید باشه ایران داره اینور اونور میره. لباسش نباید هر لباسی باشه. تیپش نباید هر تیپی باشه. مدل صحبت کردنش نباید هر مدل صحبت کردنی باشه. من رایفی اینجا دارم راحت صحبت میکنم، شوخی هم میگم، ازا تو حرف میزنم. اگه پس بردم مثلا من نوعی بخوام رئیس جمهور باشم اونجا حق ندارم هر حرفی رو بزنم. حواسم باید جمع باشه. محکم ایستادن در برابر زورگویی ها و شجاعت در مقابل استکبار باید ویژگی و شاخصه ای. آدم بزدل نمیخوام همین ویژگی هم جلوی اینو بترسه. سری کوتابی هم به درد ما نمیخوره. مثلا انقلاب کردیم که جلوی زورگویی ها وایسیم. هیهات من نزله بگیم یزید قبول نکنیم تو دنیا. برای همین میپریم به اسرائیل. بله افتخار میکنیم به این. ما این جرثومه فساد رو به رسمیت نمیشناسیم. هزینه داریم بابتش میدیم. ما رئیسمون تمام اون ویژگی ها رو داره، اینم باید داشته باشه و خزین ور بون نیفته. تربیت جامعه و مردم مد نظرش باشه، ساده زیست باشه که هزار تا حدیث و روایت داشتم در مورد این. برخورد کلامی و رو در رو با مردم داشته باشه، همرنگ مردم باشه، مردم رو ببینه، با بینوایان بشینه، با بینوایان بلند بشه. اینجوری نباشه آقا من نمیتونم. سفر استانی رو باید ادامه بده. نه حالا من نمیگم 4 تا، دو بارش حداقل باید بری، هر کی میخوای باشه باید بری بشینی با مردم داد بیاد داد بزنه. اون بروتوس اومده بیرون داد میزد گشنمه یارو. بده همینجوری داد بزنه بگه گشنمه. ببینی رنگ پوستشو ببینی، تاول دستشو لمس بکنی، وگرنه فاصله میگیری. که آقا رسول الله فرمود کار درست نمیشه الا اینکه بی واسطه با مسئول طرف حرف بزنه، رو در رو نفسشو حس بکنی. سیاستمدار و کیاست داشته باشه، بلد باشه حرف زدنشو. به قول فردوسی میگه فرستاده باید فرستاده ای، درون پر زمک رو برون ساده ای. یه ظاهر دیپلماتیک اما زرنگ باشه، نه پرمک یعنی مکار باشه. باید کیاست داشته باشه. ببین تو همین زیارت جامعه در مورد اهل بیت که صفاتی که استفاده میشه سیاست مدار بودنه، بزرگ شمردن مسئولیتی که داره و توجه به اون هر لحظه حواسش باشه به این مسئله، جلوگیری بکنه از اسراف و هدر بیت المال. این از امیرالمومنین بخونم تمام. امام علی علیه السلام قلم‌های خود را نازک بتراشید و سطرها را به هم نزدیک کنید. میگه مسئولین حکومت من دارید می‌نویسید نامه، قلماتون را نازک کنید، سطرها را به هم نزدیک کنید و زیادی‌ها را بیاندازید. ضمن عرض سلام به استحضار حضرت دکتر فلان. نصف صفحه چاپلوسی مردکه، کاغذ A5 میشه A4. و زیادی ها را بیاندازید و در آوردن معانی صرفه جویی کنید و از زیاده روی بپرهیزید که به اموال مسلمانان زیان رساندن روا نیست. در این حد مولای تو اگه تو شیعه ای روا نمیداره این ماشین بیت المال. بعضی بیت المال برعکس میکنن میشه مال بیت، مال خونه. بیت المال مال خونه. آ بر اینو ببر برسون اون ور اونو ببر اونجا فلان. ماجرای چراغ امیرالمومنین هم همینه دیگه. حضرت علی چراغ خاموش، چراغ یاور دیگه صبح رو میزد گفت این هیچ چیزی به ما نمیده. باشه بریم. گفت این چراغ مالش بحث شخصی بود، این دولتی بود، این که شخصی سرتون در مورد ما عذرخواهم. ترجیح رفتن از قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان سلامتی مدفعه.